دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده این مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. بازار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت سرکار بانو سارا گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. خیلی شهر شلوغه، خیلی جهان شلوغه، واقعا شلوغه، انقدر شلوغه که توی مغز منم دیگه ترافیکه. باور کنید نمیدونم از کجا شروع کنم. یکی از اون برنامه‌هایی هستش که به نظر خودم برای خودم شخصا کنترل کردنش خیلی مشکل. در حال پیش از آغاز سخن طبق روال همیشه از همه شما باقی مانده میهن پرستان و عاشقان ایران آریایی خواهش میکنم که طبق معمول لطف بفرمایید و کمک بکنید به سنگر ایران آریایی، به برنامه میهن پرستان، تا بتونیم همچنان این سنگر رو عرض کنم حفظ بکنیم، تا در برابر دشمنانی که هر روز دارن ماهیتشون رو نشون میدن، هر روز دارن عرض کنم فرقه تبهکاران هر روز داره آخرین
آخرین برگاشو داره رو میکنه، واقعا آخرین برگاشو داره رو میکنه و ما باید در برابر این فرقه توکلان با همین سنگر، با همین اندک باید بیستیم و این ایستادن این سنگر هم بستگی به شما عزیزان داره، شما میان پرستان واقعی داره که نگرش دارید اون پا، که تا امروز هم من بر طرف خودم به سهم خودم از همه شما عزیزان سپاسگزارم، از همه شما باقی مانده میان پرستان که لطف کردید و لطف میکنید تا این تنها خانه باقی مانده، نه به خدا بخوام به جنبه تبلیغات بگم، نه به واقع است، خودتون میدونید روز شنبه اومدید و اون ماج اومد و تایید کرد حرفای منو حداقل در این قسمت که این تنها سنگری است که باقی مونده، این تنها جایی است، تنها خانه است که باقی مونده و ازتون خواهش میکنم طبق معمول زنگ بزنید و اظهار لطف کنید. اما اجازه بفرمایید که کار رو آغاز بکنیم با مسئله به نام سحر. سحر دختری که طرفدار تیم فوتبال تاج که به دروغ میگن استقلال، تیم محبوب پایتخت، تیم آبی پوش، تیمی که بنیادش رو تیمسار سپهبد پرویز خسروانی زنده یاد روانشاد بنیادش رو خیلی سال پیش گذاشت به نام تیم دوچرخه سواران که بعد تغییر نام پیدا کرد، خود تیمسار از قهرمانان دوچرخه سواری کشور بودن، تغییر نام پیدا کرد به نام تیم فوتبال تاج تهران که بعد این تاج گسترش پیدا کرد در سراسر ایران، در مشهد تاج مشهد، در سنندج تاج سنندج داشت، چند در آبادان بود، در مسجد سلیمان بود و رفته رفته به خارج از کشور هم رفت، شعبه داشت در کویت، در بحرین، در ترکیه و حتی در اروپا هم شعبه داشت. باشگاه تاج باشگاه بسیار وسیع بود، امکانات عالی داشت و در طول دوران پیش از شورش 57 ده ها بازیکن صاحب نام از این باشگاه وارد تیم ملی شدن، به کشورمون، به ورزش مملکتمون، به فوتبال ایران خدمت کردن. البته فقط در رشته فوتبال نبود، در رشته دیگری هم بود و سایر بزرگانی که جا داره وظیفه‌مون نام بیاریم، دکتر اکرامی بنیانگذار باشگاه شاهین به قول قدیمی ها مکتب شاهین و زنده یادان دیگری مثل عبدو، علی عبدو که باشگاه معروف سرخپوشان پایتخت رو بنیانش رو گذاشت، پرسپولیس تهران رو که اونم در رشته‌های مختلف بود و سرانجام عزیزان و بزرگان دیگری که حالا اسامیشون متاسفانه بعضیشون هم خاطرم نیست که باشگاه پاس رو بنیانش رو گذاشتن و باشگاه گارد رو توسط زندیا پرویز دهداری که شد باشگاه هما و باشگاه هایی مثل آرارا، تهران جوان، کیان، بانک ملی، راه آهن، نفت تهران و سایر دارایی و باشگاه های دیگری که هر کدوم اومدن و در تهران عرض میکنم خدمت کردن و این گسترش پیدا کرد در سطح مملکت. به هر حال سحر دختری که طرفدار باشگاه تاج بود، باشگاه آبی، و در هیچ کجایی در جهان این جور نیست که یک دختری طرفدار یک تیم فوتبال بشه، طرفدار یک تیم کشتی بشه، طرفدار یک تیم بعضی بفهمه تنیس بشه. به هر حال ورزش وقتی که عمومی پیدا مسئله عمومی است در جامعه و این حالت عمومی رو خب مردم نگاه میکنن میپسندن. بنده مثلا هیچ وقت از ورزشی به اسم تنیس خوشم نیومد، جذابیتی برام نداشت، ولی دلیل نمیشه که چون من برام جذابیتی نداره هیچ کی نباید نگاه بکنه. چرا؟ چون من رئیس جمهور یک کشوری شدم، پادشاه یک کشوری شدم، نخست وزیر یک کشوری شدم، رهبرم و بگم که نه من از این خورد و خوراک خوشم نمیاد و همونطور که بیمار روانی روح الله موسوی الخمینی، بزرگ لوادکاران، هندی زاده، دوز، بیشرف، آدم کش، جنایتکار، کسافت ترین کسافت تاریخ، گفت من دیگر آیندگان نمیخوانم. خب بیشرف کسافت، تو اولا سواد نداری که چیزی بخونی، دوما به جهنم داره و اصلا سافرین که تو کیهان نمیخونی، آیندگان نمیخونی، اطلاعات نمیخونی، بیشرف. و ریختن روزنامه ها رو گرفتن، همه جا رو مصادره کردن و یک فوشنامی به اسم جمهوری اسلامی دادن بیرون که اینها رو اشغال کردن، اطلاعات رو اشغال کردن و اشغال کردن، اینا اومدن ایران رو اشغال کردن. سحر
طرفدار یه تیم فوتبال در جمهوری اسلامی ورود بانوان به ورزشگاه ها ممنوعه. من ابتدا از خودم شروع میکنم و در برابر ملت بزرگ ایران دارم میگم، جدی میگم و نخیال کنید خودم رو لوس کردم، نه، من هر حرفی اینجا میزنم در قسمتی که میگم واقعا دارم بهتون جدی میگم، جدی میگم. به جز الان مطالبی اصلاً به سبک شوخی میگه، خنده میگه که لبان شما به خنده باز بشه. من به عنوان یک مرد ایرانی که فوتبال بازی کردم و در کشورم و در خارج از کشور خیلی خجالت میکشم و شرمنده هستم و پوزش میخوام در برابر این دوربین که به استادیوم فوتبال رفتم در دورانی که در ایران بودم و در باشگاه بازی کردم، واقعا عشق بود. و الان که پا به سن گذاشتم معذرت میخوام و در خارج از کشور اومدم بازی کردم، سالها بازی کردم و بازم معذرت میخوام. معذرت میخوام از این که برام بی تفاوت بود که زنها برن تو استادیوم یا نرن. من تو استادیوم آریامهر یا امجدی که با دوستانم میرفتیم فوتبال نگاه میکردیم، بدون تعارف بگم هیچگاه احساس نمیکردم که نیمی از جمعیت ایران در استادیوم نیست و فقط نگاهم به چمن سبز و تیم مورد علاقه هم پرسپولیس بود که ببینم امروز پرسپولیس کوبنده قرار چه تیمی رو چه کس بده و رقیب دیگر تاج در امجدیه یا در استادیوم آریامه در بازی قبلی چه نتیجه به دست آورد و متوجه نبودم که داره دور و برم چی میگذره. امیدوارم تاریخ من رضا احمدی رو ببخشه. من با قدرت میگم، با شجاعت میگم، شجاعت از نظر گفتار عرض میکنم، نه از نظر در این شرایط حالت فیزیکی، چون این شجاعت نبود. از تمام بانوان ایرانی، هر انسانی که در ایران متولد میشه به عنوان جنس غیر مرد، به عنوان زن متولد میشه، از اون کودکی که دختر متولد میشه و تا آخر عمرم خب دیگه دختره، دیگه این طبیعتش این شد زن، از تمام زنان ایران، بانوان ایران، از تمام شما من معذرت میخوام به عنوان یک مرد ایرانی. من ببخشید، من بی تفاوت بودم که شما در استادیوم راتون نمیدادم، ولی من میرفتم اونجا ساندویچم میخوردم، نوشیدنیم هم مینوشیدم، در تابستون آستین کوتاه میپوشیدم، دادم میزدم، خیلی هم دل خوش میگذشت، داشتم تفریح میکردم تو استادیوم و غافل بودم که شما باید لچک تو سرتون بذارید، جوراب کلوف بپوشید، مانتو بپوشید، فوش بخورید، اسید تو سرتون بپاشن، کتکتون بزنن، تو زندانا ببرن، بهتون تجاوز بکنن و بی تفاوت بودم. خیلی راحت بگم بی شعور بودم، نمیفهمیدم و همیشه به دوستانم گفتم هر وقت میفهمید بگید معذرت میخوام، چون انسانی که شعور داشته باشه میبخشته. من از صمیم قلب توقعی هم ندارم شما دخترا منو ببخشید، شاید نسلای من هم سن و سالای من چون دوران دیدن منو ببخشن، شاید مادران من منو ببخشن، خواهران بزرگ من منو ببخشن، هم سن و سالای من منو ببخشن. اما شما دختران جوان، شما کسانی که همه تون زیر 40 سالی در دوران شروعش 57 به دنیا آمدید، خیلی بچه بودیم، الان زیر 46-47 سال، از همه تون معذرت میخوام، منو ببخشید. اگر میبخشید خیلی ازتون ممنونم، اگر نه من گله‌ای ازتون ندارم، حقتون رو منو نبخشید. من بی تفاوت بودم، من هیچ زحمتی برای شما بانوان در ایران نکشیدم. من اصلا نمیفهمیدم آزادی زنان، آزادی انسان، دموکراسی، نمیفهمیدم، چون به من یاد نداده بودن. فقط به من محیطی که در اون زندگی میکردم، محیط خانوادم و محیط ورزشی و محیطی که در خیابان با دوستانم بودیم، با اون جمع خودم بودیم، به من یاد داده بودن که ما دروغ نگیم، نمیدونم به ناموس مردم نگاه نکنیم، نون و حروم نخوریم، ناموس مردم ناموس خودمون باشه، دنبال نون حلال باشیم، دنبال نامردی نباشیم، دست بگیریم اگه کاری دستمون برمیاد انجام بدیم، اگر رفتیم خونه یکی دیدیم دارن سر میبرن بگیم شطور دیدی، بهرام دیدی، ندیدی و بقیه ماجراها. وگرنه به من یاد نداده بودن دموکراسی یعنی چی، آزادی یعنی چی، مفهوم بانوان آزاده یعنی چی، جنبش زنان یعنی چی. من نمیفهمیدم، نمیدونستم، منو ببخشید. و امروز که حس میکنم، نه فقط ادعا باشه، چون در کنار حس این ادعا هم دارم، حس میکنم که میفهمم تا حدودی. من همیشه گفتم من بی سوادم، تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم، اما حس میکنم که تا حدودی میفهمم که در حق زنان ایران
حداقل این 40 سال رو دارم میگم، دوران قجر و مجر و پجر رو با اونا کاری ندارم، چون ما یه دوران طلایی آریامهری فقط داشتیم، یک خواب و رویایی داشتیم و اون خواب و رویا تموم شد رفت. ممر و لولو برد، دو پیامبر اومدن قدرشون رو ندونستیم بردنشون، اونایی که عاقل بودن و میفهمیدن این دو بزرگوار دارن چیکار میکنن اونا رو بردن، انگلیسا بردنشون. در این 40 سالی که شما از شورش 57 میگذره، با کمال تأسف شوروختانه خیلی ضربات سنگینی خوردید. نمیدونم به چه لغتی بگم، شما زنان ایران 40 سال اصلا، ببخشید این جمله رو به کار میبرم، عذر میخوام از حضورتون، شماها رو اصلا جامعه مرد سالار ایران داخل آدم حساب نکرد، کتکتون زدن، بهتون تجاوز کردن، لچک رو سرتون انداختن، تو خیابونا اومدید و فریاد زدید، روسری توسری. من دانش آموز بودم دبیرستان ده خدا، خیابون ایران شهر، میدان فردوسی میرفتم، دبیرستان روبرو دانشگاه تهران بود، تعطیل شد، منحل شد، رفتیم اون دبیرستان و وقتی که میومدم به سمت خونه میدیدم تظاهرات زنان، و فقط یکی دوبار نبود، چندین بار تظاهرات شد. سازمان تروریستی مجاهدین به شرفم سوگن این واقعیت دم تئاتر شهر وای میسادن، نه فقط اونجا، تو میدونی 24 اسفند، تو مسیر خیابون شاه رضا، عرض کنم پل حافظ، خیلی جاها، میدون بهارستان، بارها دم مجلس شورای ملی که حالا شده بدا شد طویله، و خیلی جا دم سنا، مجلس سابق سنا، اونجا من بارها دیده بودم در حسب اتفاق رد میشدم، حالا یا میرفتم باشگاه یا میرفتم مدرسه، نمیدونم، میدیدم که زنان ایران تجمع کردن و فریاد میزدن، یا روسری توسری، ما زنان آزادی میخوان، ما انقلاب نکردیم که به عقب برگرد چه و چه. ولی سازمان تروریستی مجاهدین، جبهه نامقدس ضد ملی، شاگرد پادوهای محمد مصدق السلطنه، همه نوشته هاشون هست، راجب 2500 سال پیش نمیگم، تو اعلامیه هاشون مینوشتن در این لحظات چند تا نقطه پهلوی ها، چرا دروغ بگم، بذار راحت بهتون بگم، پوزش میخوام با یک دنیا، اینا باید ضبط بشه بمونه تو تاریخ، در ورق پاره هایشون مینوشتن، چه مجاهدین چه ورق پاره به اسم نشریه کار مال سازمان چریکای فدایی خلق روسیه، مینوشتن در این شرایط این کارا به نفع امپریالیسم امریکاه و نباید این کارا رو بکنیم و چه و چه و چه. حالا اومدن دارن عکس نشریه کار رو میندازن، بعد مینویسن که 8 مارس روزی که زنان به پا خواستن، دروغ میگه، من به چشام دیدم. و در ورق پاره های جمهوری اسلامی، کیهان اشغال شده، اطلاعات اشغال شده، مینوشتن فاحشه های پهلوی تو خیابونا خواهان لخ شدن هم، میخوان لخ بشن، و تو خیابونا مینوشتن زن بی حجاب مثل چراغ سبزیست که همه از او عبور کنن، و به این ترتیب به مادران ما فحاشی کردن، مادران ما رو در جایگاه بدی زشتی نشوندن، خواهران ما رو، زنان ما رو، دختران ما رو، نوامیس ایرانی رو در جایگاه بدی نشوندن. چرا نشوندن؟ به دلیل این که از روز نخست در حمله تازیان به سرای کربلا نزدم، گوش کنید، از روز نخست برنامه همی بود، بکشیدشون، تجاوز کنید به زنان ایرانی، به دخترانشون تجاوز کنید. خمینی آن بیمار روانی، بزرگ لوادکاران، بنیانگذار تروریست نوین، کثافت هندیزاده ختم نشدهی که این ختم نشده رو مخصوصا تکیه میکنم روش، چون همه شون انگلیسی هم. از هند اومد، برای همین شیر و خورشید رو از پرچم وسط پرچم برداشت، حتی رنگ پرچم رو میخواست عوض کنه، زورش نرسید، میگفت باید سبز و قرمز باشه، سبز نشانه شال علی است و نشانه مذهب شیعه و اسلام، و سرخم نشانه چیزه خون حسینه، و ضربه زدن به ما، و از روز اولم گفت این بیدق اسلام، به بیرق میگفت بیدق، حضور شما عرض کنم که این باید بیدق علم بشه، باید این بیدق شاهنشاهی ها باید بره، این شیر و خورشید باید بره، مثلا خواهی میکرد این شیره که وسط پرچمه این پا داره، این باید بدوه بره،
آره بی شعور بود، روزخان بود. بعد کریم سنجابی میگه هفت زبون بلده، لعنت به روح کریم سنجابی که شاگرد پادوی محمد مصدق السلطنه خائن خبیث کودتاچی بود. اینا از روز اول بیدق و بیرق و دیگه حضور رو عرض میکنم همه رو با هم قراقاتی کردن، یک فرهنگ بی تربیت بی ادبی رو آوردن وسط. اینا از روز نخست فرهنگ، میگم فرهنگ ببخشید، اینا فرهنگ ندارن، اصطلاح غلطی است که منم خودم بعضی موقع به کار میبرم. اینا از روز نخست اومدن با یک قانون بربریت وارد میدان شدن، نفاق انداختن، تخم کینه و نفاق و عرض کنم عقده و حسادت و گذاشتن تو دل ایرانی ها کاشتن. از روز اول برنامه همین بود، به زناشون تجاوز کنید، به دخترانشون، به دوشیزگان ایران، به دختر بچه هاشون تجاوز کنید، به پسراشون تجاوز کنید، حتی به مردانشون تجاوز کنید، اعدامشون کنید، تیربارونشون کنید. خمینی با دو دستور وارد ایران شد، آن بیمار روانی، بزرگ لوادکاران، مامور MI6 از انگلیس آوردنش، کسافتا پدرش از مامورین حرفه‌ای انگلیس بود. این بیشرف دزد، این بیشرف کسافت دزد، این فقط با دو دستور وارد ایران شد. یعنی اون قدم نحسش که اون جاسوس فرانسوی دستش رو گرفت، اون مامور حرفه‌ای سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه که پاشو گذاشت روی خاک پاک ایران آریایی تو فرودگاه مهرآباد، همه مصدقی‌ها جمع شده بودن بعد براش شعر و سرود می‌خوندن، گفتن خمینی ای امام، خمینی ای امام، براش شعر می‌خوندن. این لجن کثافت وقتی که وارد ایران شد با عرض پوزشون به قبر امام، روم به قبر امام، وقتی وارد ایران شد به دو دستور اومد، یکی ویران کردن، تخریب کامل ایران، و یکی کشتار ملت ایران. هر دو دستورم به نحو احسن انجام داد. بهش هم گفتم هر چی دلت تنگت میخواد به ما بگو، فوش خار مادر بده، پرچم آتیش بزن، از سفارت بالا برو، گروگان بگیر، فوش بده، هر چی دلت تنگ، هر چی تو دل و وجود و دل کثافتت بریز بیرون. ما تو رو همینطور که تو پنبه نگره داشتیم 15 سال تو نجف، همونطوری که آوردیم تو نوفلو شاتو، همونطوری که گوشیم تو تبیله رهبری، همونطوری که بردیم قم، دوباره برگردیم تهران، ما نگرت میداریم تا موقعی که باید نگرت داریم. و این میدونست پشتش پره. یادتون میاد اون که بهش میگفتن سردار رانندگی، رفیق دوست هروئینی، هروئینیش کردن، یه ذره معتاد بود نه زیاد، که اینا رو همه رو معتاد میکنن، مثل محمد علی جعفری، مثل اسلامی، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، همشون رو مواده میکنن که محتاج بشن و بتونن با ساز اینا برقصن. همه این بسیجی ها، این مده ها، همشون عملی هن. عمل بالایی هم دارن، خیلی عملشون سنگینه و 99% هنرپیشه ها و خواننده هاشون عمل دارن، با عمل اینا رو عملی کردن، نگرشون داشتن. یه روزی به حرفای من خواهید رسید. و این بیشرف کثافت با این چیز، با این دستور وارد مملکت ما شد و به نحو احسن هم انجام داد. یعنی تمام آنچه که بهش گفته بودن دونه به دونه، دونه به دونه اومد پیاده کرد. 40 سال گذشت و نسل ها، نمیتونیم بگیم نسل، جمع باید ببندیم، نسل ها ویران شدن، کشته شدن، آواره شدن، تکه و پاره شدن، عزیزانمون رو گرفتن، جلو چشمامون شب ریختن تو خونه هامون، روز روشن دم در خونه هامون اومدن، گفتن تبریک و تهنیت میگیم، اینم شیرینی، بچت شربت شهادت و نوشید، بچت رو اعدام کردیم، پول گلوله هاشو بگیم، چون دختر بود به عقد پاسدارا در اومد، اینم شیرینی ازدواجش، تاوان شاهنشاه رو دادیم هممون. و بچه هامون رو جلو خیابونا، وسط خیابونا شلاق زدن، دیدن ایما صدامون در نیامد، آوردنشون جرثقیل، جله جله ریختن بچه های مردم رو توی زندان ها، به اسم مجاهد، به اسم کمونیست، همه هم از خودشون بودن. مسعود بچه باز به خودش میگفت رجوی، اون آدرس ها رو داد، بنین سگ آدرس ها رو داد. یه روز به حرفای من خواهی رسید، این صداها میمونه، چه من باشم چه نباشم اینا میمونه. و اون آدرس ها رو داد، یه جماعتی رو آدرس داد، خونه هاشون هم آدرس داد، خونه های جمعشون میکردن تو خونه های تیمی، بعد میگفتن کمیته منطقه مثلا 12 حمله کرد به خیابان نمیدونم مثلا ستارخان، در یک خانه تیمی 18 نفر رو گرفتن، فردا تو کیهان مینوشت 27 نفر اعدام شدن، اون 18 تاری که کشتن هیچی 10 تا دیگه میگشتن روش و کشتن. لاجوردی، گیلانی، خلخالی،
ری شهری مأمور اعدام بودن، بگیرید بکشید، از دم تیغ بگذرونید، اتوبوس میفرستادن تو جبهه ها میگفتن بکشید. هممون ساکت نشستیم، هنوزم ساکتیم، هنوزم داریم میگیم بابا برنامه این سحرم دروغ ها، اینم شاید این دختره نباشه ها. بیایید فرض کنید سحرم دروغه، فرض کنید ندا هم دروغه، فرض کنید تمام این زنایی رو که بردن کشتن دروغه، فرض کنید همش بازی وزارت اطلاعاته. تا کی دیگه قرار ساکت بشینید؟ تا کی قرار هنوز برید بشینید تو استادیوم ها فوتبال نگاه کنید؟ آقای احمدی یک طرحیه، میخوان ما نریم تو استادیوم ها بگیم جاوید شاه، طرح وزارت اطلاعاته. اگر شرف دارید شما جوانان ایرانی از حرف هم میخوایی ناراحت بشین، خیلی راحت بهتون بگم من سلطنت طلب خجالتی نیستم، از جرمم گذشتم، راحتتون. من بودنم نبودنم هیچ تفاوتی برام نداره، چون چیزی ندارم که دو دستی به چسبمش. من پول و اموال ندارم، مال و اموال مادر پدرم هم بردم، هوار بردم، هرچی داشتم بردم، خدا رو شکر از مال دنیا همین لباس تنمه، هیچی ندارم، هرچی دارم رسما دارم اعلام میکنم مال شما، هرچی دارم رسما امضا میکنم مال شما، هرچی دلش بخواد ببر از حساب بانکیم تا مرسدس بنز دمه درم، تا کشتی خصوصیم، تا هلیکوپترم، تا قطار خصوصیم، تا خونه ملک شخصیم، تا آپارتمان شیکی که توی خیابون پاریس و لندن، هرچی دارم مال شما، هر چی هست ببرید، فقط گیتارمو نبرید، فقط شرفمو نبرید. مقصود شعار از گیتار و شعر یعنی شرف. شرفمو نمیفروشم، با هیچ قیمتی نمیفروشم، قیمت نداره. شرف و غیرتمو نمیفروشم، ملیتمو نمیفروشم، میهنمو نمیفروشم، هر چی دیگه دارم بردارید برید، مال خود موش جونتون ببرید حال کنید. گوش کنید جوونا، اگه غیرت دارید، اگر غیرت دارید، غیرت میدونید منظورم چیه ها، غیرت نه چاقو کشی ها، اگر شرف دارید، اگر ایرانی هستید، اگر تعصب خواهر و مادرتونو دارید، انسانی که دیگه تعصب خواهر مادر خودشو، تعصب ناموس خودشو نشته باشه، اون مرد که تعصب مادرش، خواهرش، زنش، دخترش، پدرش، نه فقط ما بخواهم بگیم جنس زنونه، تعصب همجنس چیز خودشو، فک فامیل خودشو، همخون خودشو، هم پوست و پوست و استخون خودشو، عشق خودشو، تعصب اونو نشته باشه، پس هیچ خیر، پس برید بشینید تو استودیو ما نوش جونه، بشینید به شرافت بشری سوگم علی شیرهی هم از سرتون زیادی، ناراحت میشید به جهنم، خوشحال میشید بازم به جهنم، حالتون گرفته میشه به درک، فوش خار و مادر حق داری تو اینستاگرام و تلگرام بده. اصلا چرا اونجا همین شنبه بیاین زنگ بزنین به تلویزیون به من فوش بدین، به شرافتم نه ناراحت میشم نه بلاکتون میکنم، چون من قراره با شما با صداقت حرف بزنم. اگر شرافت دادید و طبق گفته های خودتون که آقا احمدی ما قرار بوده استادیوم ها رو به آتش بکشیم، اینا اومدن این بازی رو راه بندازن که ما بگیم استادیوم ها تحریم، ما نریم تو استادیوم ها که رژیم بمونه، خیلی خوب، همه ما اشتباه میکنیم. دیدید که من نوشتم تو تلگرام و برش داشتم، نوشتم تحریم کنید رفتن به استودیوم ها رو، دیدم یه موجی داره میاد که این موج داره میگه که آقای احمدی به خدا اینجوری شما هم دیگه نرفتونی بازی، باش شما درست میگید، من اشتباه میکنم، من که علامه در نیستم بالام جا، اصلا من ادعایی کردم گفتم سیاستمدارم، تفسیرگرم، تحلیلگرم، من اصلا اومدم گفتم از من هزار تو هر برنامه حداقل یه بار گفتم آقا از من بی سوادتر اگر پیدا کردید نوکرتون هم هستم که این بی شرف فرمانده سپاه بود اصلا بلند شد. خب حالا دارم بهتون میگم اگر اون چیزایی که میگید اون بخش که عشق دیدن اون فوتبال کف لمتون کرده، چون میخوام واسه خودتون بهتون بگم، چون شما با اون زبون محافظه، من با اون زبون باید حرف بزنم، من با هر کسی با ادبیات خوش باید باشه حرف بزنم، چون اون ادبیات شما متوجه میشی، منم باید با اون ادبیات باتون حرف بزنم دیگه، مثلا ادبیاتی که باید با لگن فروش دزد بی شرف حرف بزنم که میره جلسه میذاره میگه که این رضا احمدی بد بلای سر ما آورده، به پروپاش نپیچیم، تازه به پروپا من میپیچیدی هیچ پخی نبودی، راحت خودتو تمام رفقان لاشخورایی که برداشتی جدید آوردی از تو آلمانی موش دوست، خب من با یه باد کشیده دهتاتون رو میخوابونم، اولا گفتم بهت که بلایی به سرت میارم که دیگه نیای بشینه بگی من مافیای لس آنجلسم،
دیدی چی کارت کردن؟ هنوز اون کاری که باید باید میکردم نکردن، هنوز مدارک اینجاست. خب هنوز دارم قلقلکت میدم. چه صافت مأمور اطلاعاتی، پاره پوره کن خودتو، برو لندن، برو این ور، برو این پروفسور رو بیار، برو خودتو وصل کن به ققنوس، وصل کن به نمیدونم سی مور، وصل کن به چهل مور، برو بالای نمیدونم هفتاد مور، هر غلطی بکنی یک تنه جلوت وایسادم. تو مأمور اطلاعاتی هستی، برنامه مهران مدیری هم باید برنامه بود که اون گندت کنه. همونطوری که اومدی گفتی اف بی آی گفته مواظب باش میخوان بکشنه، اون مهران مدیری هرمزاده اومد اون چرت پرتا رو گفت که میگم باد دارم از شمرون، اومد عداتو در آورد و کراوات زرد زرد که تو رو گنده کنه. من خودم ختم فلون فلون شده هام انجوجک، من یه اون به خودم زغال فروختم، حالا تو امروزشون به ما رو سیاه کنی. این یه کشیده رو امشب بزنم تا حواست باشه که من تا کجا آدم دارم که تو جلسه ای که گذاشتی بی پدر و مادر آشغال. اگه شرف دارید بچه ها، اگه غیرت دارید، اگه به حرفایی که میزنید ایمان دارید، اگر اون چیزایی که برای من می‌نویسید ایمان دارید، مگه نمیگید آقا تحریم نکن؟ آقا تحریم نکنید استادیوم رو، هر کی هم بهتون گفته به حرفش گوش نکنید، از علی کریمی فوتبالیست تا بقیه فوتبالیستا. برید تو استادیوم ها اگه شرف دارید پاسخ خون سحر رو بدید. بلید دیگه من نمیگه اولین باری که در استادیوم ها باز میشه، استادیوم که چرت کنم میدید اون فوتبال ها رو ببینید، برید اونجا و فریاد بزنید سحر سحر پرسپولیسیا تاجیا، مخصوصا تاجیا، این طرفدارتون بوده ها. ده حسن روشن بعد بیرا گفتن خفقون مرد گرفتین شما تاجیا. خیال نکنید من چون پرسپولیس هم دارم میگم، من برای نه این تیم نه برای اون تیم، این تیم ها جمهوری اسلامی تهران خورده میکنن، گریبان سرخپوشاتون هم میگیرم. صبر کنید. ده حسن روشنتون توهین کردن، هیچی نگفتید. من باید از این فاصله تو آلمان بیام واسه حسن آقا روشن سیمی سفر کنم که میکنم نوکرش هم هستم. یعنی که گفتم با قدرتم میگم. ما بچه های اون نسلی ما میفهمیم پیشکسوت یعنی چی. همیشه هم گفتم هر بار من بزرگی مثل حسن آقا روشن ها هر جا ببینم طبق معمول، طبق دستور، دستور پیشکسوتی، دستور استادی و شاگردی دلا میشم، نه دستش باشم میبوسم، دارم جور دوربین هم دارم میگم موها مثل دندون هم سفید بشه، این کار رو میکنه هر جا، چون اینا بزرگان اسطوره های ما. اینجوری باید بمونه، ستار روی سن که موهاش سفید شده این هنرمند بزرگ ایرانی، دست پیشکسوت خودش رو بوسید، دست ویگن رو بوسید، زنده یاد ویگن رو بوسید. ما بچه های اون نسلیم، ما یه تربیت آریامهری داریم. حالا قاطی نشه موضوع. حسن روشن توهین کردن، هیچی نگفتید. ناصرخان حجازی رو کشتنش، دغمرگش کردن، هیچی نگفتی. این از شما تاجیه، این دوتا نمونه کوچیکش بود. طرفدارتون آتیش زده خودشو به عنوان یه زن که حق نداره، چرا یه دختر چرا حق نداره بیده استودیوم؟ حالا دوباره میخوایم بوغره بگیریم استقلال پرسپولیسیا. همایون خان زندیات، همایون خان بهزادی چون دیگه نیست میتونم بگم، همایون خان بهزادی رو چند سال محرومش کرده بودن سرطلای فوتبال ایران که وارد استادیوم بشه. من بی غیرت نفر اول به عنوان طرفدار پرسپولیس من رفتم، صدام هم در نمیاد، خاک بر سر من. اول یه سوسن به خودم میزنم تا بتونم به تو جولانیت بزنم، یه جوال دوزات میخوام به تو بزنم، اول ببینم چه درد داره، یه سوسن رو بخورم بزنم دیگه. من مثلا لگن فروش دوز نیستم بیام فقط شالاتان بازی راه بندازم و کلاشی با کلاشی با کلاشی زندگی کنم. من کلاش نیستم، نون کلاشی نخوردم، واسه همینم از با کلاش رفیق نیستم. برای همینم از دور و بر من هیچ وقت لاشخور نبوده، دور و بر من همیشه آدم حسابی بوده، آدمای با شرف بودن. مرسدس بنز زیر پاشون نبوده، دوچرخه زیر پاشون بوده، ولی شرف داشتن. به همایون خان بهزادی توهین کردن، هیچی نگفتیم تا موقعی که من ایران بودم. بگم به باشگاه پرسپولیس رو خواستم بکنن چمران، اون کثافت مصطفی چمران تروریست، هیچی نگفتیم. چرا مون پرسپولیس راحتتون کنم؟ فشار خود بچه های داخل با فشار بازیکن‌ها بود، فشار علی برمین بود. آقا اینطوری نیست، تو نمیتونی تاریخ پرسپولیس رو برای من بگی، زور جمعیت نمیرسی. خدا رحمتش کنه محمد بودی خیلی دوید سر این جریان، خیلی دوید، خدا بیامرزه. حالا شما طرفدارای این نسل، بچهای پرسپولیس، بچهای تاج، باید اجازه ندید دختری که خودشو به عنوان عشق به فوتبال خودشو آتیش زده خونش از بین بره،
به شرافتم سوگند. میدونید که شرافت یعنی چی؟ اینی که دیگه نباید در تو تعریف کنم، نه؟ شرافت دیگه همه میدونید دیگه. به شرافت بشری سوگند. هر بشری شرافت داره. اونی که میگه من بشرم، نه علی شیره ویناموز. هر بشری که میگه من بشرم، اون شرافت داره. منظورم لگن فروش دوز نیست. شرافت. شرافت رو هر کسی نمیتونه داشته باشه. باید آدم باشی. باید بفهمی تن آدمی شریف است. به جان آدمیت یعنی چی؟ اونی که اینی میفهمی میفهمه شرافت یعنی چی؟ کسی که ناموسش نفروشه، شریف باشه، کلاش نباشه، دوز نباشه، دروغگو نباشه، بی‌حیثیت نباشه. به شرافت بشری سوگند. از امروز هر کدومتون تو استودیوم آریامهر برید، امجدیه برید، استودیوم تبریز برید، مشهد برید، هر استودیوم فوتبالی که در ایران هست، از قم تا آبادان، از زاهدان تا کرمانشاه، از سنندج برو تا مشهد، هر جای ایران، اون چارچوبی که ما بهش میگیم ایران، اون گربهه. به شرافت بشری بی‌شرف‌ترین بی‌شرفی اگه برید تو اون استادیوم و ساکت بشینید. ای آقای عمادی زهر ما رو، گردن من کلفته، هیچ کار من نمیتونی بکنم. آره من دوربین دارم، میتونم هر چی دلم میخواد بهت بگم. میخواد بگی به تو اینستاگرام بگو. از یه جا باید شروع کنی. ما قراره که از الان با هم راه بیفتیم بریم راهپیمایی. مسیرمون کجاست؟ میدان 24 اسفند تا میدان شهریار. ما اگر قدم اولو از میدان 24 اسفند به سوی میدان شهریار بر نداریم، پس قدم دومی در کار نیست. پس همینطوری موندیم تو میدان، اونجا داریم میزنیم تو سر کله خودمون. ما قراره که بریم تا میدان شهریار، پس قدم اولو برداریم. قدم اول الانه دیگه، نگید رهبرا، این دیگه به رضا پهلوی ربطی نداره. رضا پهلوی نمیتونه بیا تو این جریان دخالت کنه. ملت ایران برین انتقام خون سحر رو بگیرید. اعلی حضرت این کار رو اصلا در شأن ایشون نیست، خدای نخواسته. همین که ایشون وارد این مسائل هم میشن، در توییتشون، در تلگرامشون یه مطالبی راجع به این مسائل مینویسن، دیگه حس پدرانه است. این دیگه از حالت پادشاهی بذاره که پدر خودش، خود ایشون پدره. آقا رضا این بازی مازیه، من نه وارد این بازی ها میشم، نه وارد این پرت و پلاهایی که شما برای من مینویسی. من نه این دختر خانم رو میشناسمش، نه میدونم این عکسی که مال اینه مال اینه، مال این نیست، مال کسی دیگه است، راست خودسوزی کرده نکرده، کوپیلو روی رحمت نیروهای انتظامی گرفتنش، بعد بردن بهش تجاوز کردن، بعد کشتنش، این روز هفتمشه، روز ششمشه، بعد یه دختر دیگه اومده توی توییتر گفته این اون نیست. من وارد این بازی ها نمیشم. به عنوان یک انسان اصلا با جریان سحرم کاری ندارم. به عنوان یک مرد ایرانی دارم بهتون میگم. عذرخواهیم هم کردم. گیرید اول به خودم سوزن زدم. اول به خودم کشیده زدم. میخواید در حضور دوربین یک کشیده بزنم به گوش خودم. تعارف ندارم. من از همه مردان ایران نه خواهش میکنم، نه تقاضا میکنم، نه التماس میکنم، نه دستور میدم، نه هیچی. ازتون میخوام. این میخوام رو برو واسه خود ترجمه کن. بگو دستور میده، بگو فراخوان میده، بگو خواهش میکنه، التماس میکنه، این خیال کرده کیه. برای من مهم نیست تو در این لحظه چی فکر میکنه. ببینید من یه آدمی هم که برام مهم نیست کی راجع به من چی فکر میکنه. تنها چیزی که برای من مهمه اینه که خداوند راجع به من بد فکر نکنه. میدونم میخندید، چون من اون برام مهمه. اون خدا هر تو هر جوری میخواد برای خود ترجمه کن. خدا یعنی وجدان من. شب راحت میخوابم، راحت باور کنید کم میخوابم، راحت میخوابم. چرا؟ چون مال مردم نخوردم، چون به زن شوهردار نرفتم تجاوز کنم، چون زن ندارم برم شیش تا هم سیغه کنم، چون تلفن رو نمیگیرم دستم در آن واحد با ده نفر سکس چت کنم، چون نمیام پیش شما یه چی بگم برم پشت سر برم یه روی دوربین یه چیزی یه چیزی دیگه بگم پشت مغزم یه دیگه بچرخه. برای همین راحت دارم بهتون میگم به شرافت بشری سوگند. به شرافت بشری سوگند. اگر مردان ایران تقاص زنان ایران رو ندن، یعنی نیان و حمایت نکنن از زنان ایران، یعنی از مادره، یعنی از خواهره، یعنی از زنه، از دختره، از دوست دختره، از نامزده، از دختره که تو خیابونا، از این دختره، از این طفل معصوما که بدترین ضرباتو خوردن. به شرافت بشری ما مرد ایرانی نه شرف داریم، نه غیرت داریم، نه ناموس داریم، ما هیچی نداریم. راحتتون به هر کم برمیخوره به اسفر و سافرین درجه من الله بجز عبازت و زشان دوم فهرمی سروم یا انسان که توی قالب دیگه از کناره. راحتتون کنم، پوزش هم نمیخوام، چون یک جایی ما مردای ایرانی باید نشون بدیم بس دیگه، بس دیگه بی غیرتی، بس دیگه، بس دیگه.
قمر رو بستیم پر شالمون، پس برای کی ما این قمر رو بستیم پر شالمون؟ برای چه روزی؟ روز دیگه از این تنگتر که جلوی چشممون دختر طفل معصوم بیاد پشت در استادیوم ها میخواد بره بشینه بازی پرسپولیس نگاه کنه، بازی تاجو نگاه کنه، بازی تیم ملی رو نگاه کنه، اصلا میخواد بره تو استادیوم فوتبال نگاه کنه. بعد پشت در استادیوم کی نگرش میداره؟ داره دسته علی شیره‌ای کثافت. به فرمان کی؟ به فرمان دین و مذهبش، به فرمان محمد که به دروغ گفت من اومدم و دختران رو از تو چال کردن، قربانی کردن نجات بدم، تو میکردنشون زنده به گورشون میکردن. و دروغ بوده محمد. پس محمد دروغ میگفته. داری ثابت میکنی. شما میگید ما یار محمدی، من که نیستم. من که یار محمد رازن نیستم. تو علی شیره بیناموس و سایر اراذل اوباش میگید که محمد رسول الله، محمد فرستاده خدا، الله بوت اعظم بوده. پس اون مگه نگفتی که دخترها رو چال میکردن در مکه؟ مگه خودتون میگی؟ من که نمیگم که. میگید اونجا دخترها چال میکردن، این اومد رو چال کردنشون رو گرفت. پس یعنی این حرف یعنی محمد طرفدار آزادی زن و مرد بوده، یعنی میگفته 50-50. خودتون دارید میگه من که نمیگم، من که اونجا نبودم که. خودتون میگی طبق گفته خودتون چرا نمیذارید دخترها برن تو استادیوم؟ بازیتون چیه 40 سال؟ من میدونم سر کاریه. یک بخشی از جامعه ایران رو بارونسری، با تونسری، با سیغه شدن، با حق طلاق نداشتن، با حق سفر نداشتن، با حق اولاد نداشتن، با حق تحصیل نکردن، با حق آرایش نکردن، با حق لباس نپوشیدن، با حق آواز نخواندن، با حق ساز نزدن، با حق نقاشی نکردن، با حق هیچی نداشتن، هیچی نداری، این حق رو نداری، این حق رو نداری، حرف نزن، تکون نخور، راه نرو، نفس نکش، هیچی نکن. تو زنی، فقط باید بری بچه بی تو آشپزخونه، پلو مرغ برای من درست بکنی، بیا این 7-8 تا توله رو که انداختم زیر دست پات اینا رو جمع و جور بکنی، تر تمیزشون بکنی، منم برم دنبال عشق و حالم. حالا دیگه مثل قدیم نیست، مثلا دیگه زورم برسه تو خونم بیرون نری، ای خونم رفتی، فقط باید بری یه خرید مرید چیز بکنی بیاری خونه، شبم که بعد شبم باید خستگی منو در بیاری. زنان ایران، یک مطلبی رو من به شما میگم خیلی راه، خدا رو شکر، خدا رو شکر که بنده زن ندارم که بگم اینو دارم میگم که الان مثلا همسر من اینجا بگه که رهبر جبنی. خدا رو شکر این پوانو دارم. بانوان ایرانی، یک مطلبی رو به شما میگم، دختران ایران، زنان ایران، خوب حرفمو گوش کنید. این حرفی که دارم بهتون میزنم دارم نصف جمعیت ایران رو بر علیه خودم با قمه دارم برای الان تیز میکنم. مرد ایران که نشستن الان برای نگاه میکنم، برای من مهم نیست چون هم جنس خودمو میشناسم. ما خیلی بی عرضه ایم، مرد ایرانی. قبل از اینکه اینو به زنان ایران میگم، ایسی بزنید بهتون بگم دختر ایرانی، با هر مرد ایرانی خواستید ازدواج کنید میگن یارو بعد 2 سال بره خدمت آدم بشه. نه نه نه، 2-3 سال هر طوری هست اینو بفرستینش خارج از کشور یا حداقل خارج از شهرش، بگو 2 سال برو تنها زندگی کن، نه سربازی، 2 سال برو تنها زندگی کن که بفهمن زن تو خونه چی میکشه. ما 6 تا جوان بودیم وقتی با هم رفتیم تو یه خونه پناهندگی، از برلین پخشمون کردن اومدیم تو آلمان، 6 تا جوانمون رو هم فقط یکیمون بلد بود سیب زمینی سرخ کنه. ما فقط سیب زمینی سرخ کرده می‌خوردیم با تخم مرغ. 6 تا جوان آلمانی دور هم جمع بشن، هر 6 تاشون انواع و اقسام سالادا و غذاها رو بلدن درست کنن، بدمزه خوشمزه کاری ندارن، یه چیزی میذاره رو میز که نشون بده این کار است. پیشوشتی بده دست مردای ایرانی به شرافت بشری دستاشون می‌لرزه. آلمانی از سن 10-12 سالگی میفهمه این کموده رو چجوری باید سر هم بکنه، میبلدن. ما خیلی لوسیم، مادرای ایرانی بد بار میارن پسرشون. اما زنان ایرانی، دخترای ایرانی، تحریم کنید مردان ایران رو در تمام زمینه ها. دیگه نمیتونم بازش کنم چون جلسه میشه، لطفا تابلوی فیلم زیر بالای 18 سال میشه بعد رو بزنید. تحریم کنید مردای ایرانی رو در همه زمینه ها تا اینا بفهمن بس دیگه، اینجا گرنست مرزت دیگه، بس دیگه، خبری نیست دیگه از ماچ، تموم شد دیگه، ممد رو لولو برد، تموم شد، برو تو خیابون بگو جاوید شاه تا من دوباره بشم اونی که تو بهش میگه آی لاو یو.
آره خان کنی آره من سمجا تا خد دعت دیگه اصلا برو پیدا کن برو پیدا کن برو دعت مسلمان برو یه دونه مسلمان برو پیدا کن. زنان ایران بایستی در برابر این مردان. شما زنان ایران باید این کشور رو نجات بدید. از این مرد بخار بلند نمیشه، ثابت کردن که نمیشه. آقای احمدی اینطوری هم نیست، همونطوری که من میگم منو نمیتونی سرم و شیره بمالی. من خودم یه کاسه شیره گوشتم بغل دستم همینطوری میمالم کیلو کیلو رو سر همه تو راحتتون کنم. من از توی مردم اومدم اینجا، من از بالای سن کاباره نیومدم اینجا، من از توی انجمن ایران و ایتالیانا و ایران انگلند و ایران دویچلند نیومدم اینجا، من از تو کتابخونه فلان دانشگاه نیومدم اینجا، من از اون جاها نیومدم اینجا، من از تو خیابون توپ پلاستیکی که میافته تو جوب بوی لجن میاد برمیشون قط مینداختم، از گل کوچیک اومدم اینجا نشستم. من جنس شما مرداره میشناسم، بچه تخصی بودم، از بچگی اینقدر تو دست و بالای مردم لولیدم سه برابر سنم دویدم. شما مردای ایرانی نشون دادید که راست راستی تنبلید. یه درصدتون هم میذارم کنار که بهشون بر نخوره، خیلی کما اینم واسه تعارف نذارم کنار، یه درصدی اصلا چرا برای من مینویسن. آقای احمدی دنبال این کمپین جاوید شاه رو بگید، من اهل کمپین بازی نیستم، هر دفعه میام یه چیزی بهتون میگم گوش میکنید بکنید، گفتم تلفن فکس بزنید به کاخ سفید، دمتون گرم، خیلی هم برای من نوشتی، درود به شرف کسی که این کارو کرد، دمتون گرم. دنبالش هم دیدید نگید آقای احمدی دنبالشو بگیر، من نیومدم، من ارتش دارم و من فرماندم و من دنبال این بازی رو نیستم. خدا منو بکنید شما منو بیان بزنید جایگاه خدا، حرف من همونی که بهتون گفتم، خدا یکی شاه یکی، تنها کسی که ما رو نجات میده علازه سیروس رضا شاه دوم پهلوی سومه، تموم شد. تنها شخصیتی که باید فراخوان بده ایشونه، تنها شخصیتی که باید ما رو نجات بده ایشونه. ایشون بگم بمیر من میمیرم، بگه نمیر من نمیمیرم، ولی من وظیفه‌مو انجام میدم، من وظیفه‌مو انجام میدم، من به اعلی حضرت تا امروز ثابت کردم مدیونشم، ولی ثابت کردم بیکار ننشستم، ثابت کردم ساکت نیستم، اشتباه کردم حرف اشتباه زدم یه چیزی نباید میگفتم گفتم، چیزی نباید لو میدادم لو دادم، خرابکاری کردم، آدمم، حقم اشتباه کنم، اشتباه مال بشره، حقم باید اشتباه کنم، باید داره این، اگه اشتباه نکنم نمیتونم بعد درستشو یاد بگیرم، دیکته ای که غلط نداره ننوشی که غلطش نمیتونی بگی، بعد دیکته بنویسید یا معلم قرارشو بگیره. بنابراین شما مردای ایرانی فقط نشستید، من میدونم چرا نشستید، نشستید ببینید تو کاخ سفید چه خبره. جان بولتون رفت به جهنم، جان بولتون نرفت به درک، نرفت این که اومده این ضد جمهوری اسلامی، عکسش هم سریع رفتن پیدا کردن با رونالد ریگان عکس داره، این کسی که شوروی رو زده زمین و تو رو زنده چیز، چه رفتی به شهیده داره شوروی دهه 90 میلادی، چه رفتی به ایران قرن 1003 داره، قرن 21 داره، من سننه تو رو سننه. آقا روحانی داره میاد امکان داره با تهران گفتگو کنه، اصلا گفتگو چه حسن حفقه یه 7-8 تا قالی هم واسه ورد بیا، خاویار و سوهان و گز و شکلات و هر چیز میتونه که ما ایران داریم، زرشک و آبلیمو و کشک بادمجون و همین هم ورد واسهش بیا. لعنت به پدر مادر داریم، لعنت به پدر و مادر، اصلا چرا تو درهای بسته میخوام گفته بکنی، اصلا رسید تو نیویورک مستقیم با ماشین بگو من با هواپیما بگو من میبرم واشنگتن، برو بیش درا، لعنت به پدر مادر دیگه نگو. من اصلا نه، ما وظیفمون رو فراموش کردیم، ما راهمون رو گم کردیم، ما سوراخ دعا رو به قول قدیمی گم کردیم، ما راه رو گم کردیم، راه نجات ایران فقط منم، رضا احمدی و تویی که نشستی گوش میکنی، یعنی مجموع ما ملت راه نجات ایرانی. ما باید دستمون رو به زانو بگیریم بگیم یا رستم، تموم شد، یا علی، از علی هیچی بلند نمیشون. اون اگر اون بیلزن بود، یه بیل دم کاخ خودش، دم خونه خودش، دم تبیلی خودش میزد که وقتی میگفت نمیدونم سقب الله القزیم و القزیم و تبیل میخواست بره رکوع، یارو از پشت نمیزد مثل گرمک بازش کنه، بعد یه فکری به حال خودش میکرد. دستتون رو بگیرین رو زانو خودتون بگون یا رستم، تموم شد، یا مرگ یا آزادی، تموم شد. بچه ها بریزیم تو قیابونا، بچه هایی که میرین تو استادیوم، بچه های تاج، بچه های استقلال، بچه های پرسپولیس، بشینید این روبرو به اون روبرو، اونا که لیدراتون هم بوخ میزنن. اون موقع دوران ما محمد بوخی بود، مال پرسپولیس، بوخچی پرسپولیس بود، یکی هم بود مال تاج بود، سیبیلای چیزی هم داشت،
خیلی هم مرد نوکی بود، حالا نمیدونم هست یا نه، بگذاری اون لیدراتون باید بوق بزنن از این بر از اون بر. سحر سحر استادیوم اینطوری بلرزون. یاد بگیرید مردم هنگ کنگ دارن از ما دفاع میکنن، وای بر من و ما، وای بر من و ما با یه متر و نیم قد با چشم چینچنچون بدبخن خودش درگیری با دولت چین با اجدای زر انگلیس و انگوله که شجرن یکن تو خیابون بزن بزن تو هنگ کنگ. اومدن از استادیوم اومدن بیرون و مال فوتبال ایران اونجا بوده چی نمیدونم، اومدن بیرون تابلو گرفتن به زبان فارسی بچه‌ها ایران می‌نوشتن دارن از سحر حمایت میکنن. بعد من تو ایران تو مملکت خودم خفقون مرگ بگیرم، کجا بچه‌های فوتبالیست خارج از کشور؟ کجا که میگید من نفر 15 هستم؟ حالا بگو من هم یک سحر هستم. اصلا فرض کنید دروغه، افسانه است. مگه لیلی مجنون رو نمیگید افسانه است؟ مگه نمیگن رومئو و جولیت افسانه است؟ مگر همه اینا افسانه است؟ مگه شیرین و فرهاد و خسرو افسانه نیست؟ میگن دیگه افسانه است دیگه، اینم افسانه است، سحر هم افسانه است، ندا هم افسانه بود، ستار بهشتی هم افسانه بود، حبیب خبیری اعدامش کردن فوتبالیست افسانه بود. پس اینم افسانه نیست، تو تصور کن افسانه است. بیایید و اعلام کنید من هم یک سحر هستم. تحریم کنید استادیوم ها رو، نمی کنید، نکنید، شرف داشته باشید میری تو استادیوم ها فریاد بزنید سحر سحر. اصلاکار بانو خواهش میکنم شماره 2 رو پخش کنن، سرود شاهنشاهی یک کلیپی خودم درستش کرد برای همه بانوان مبارز ایرانی، زنان ایران. استدعا میکنم ازت، خواهش میکنم، تمنا میکنم، التماس بهتون میکنم، منو جای اولاد خودت بدون مادر، منو جای فرزندت بدون مادر، منو جای برادرت بدون خواهر، منو جای دوستت بدون، منو جای همسایت بدون. من ایرانی آواره شده، من مرد ایرانی آواره شده، شما رو سوگند میدم ای شیر زنان ایرانی، شما رو سوگند میدم به شرافتی که داری، خیلی با شرفی، به اون دل و جیگری که داری. خاک بر سر من که ادعا میکنم من مردم دل و جیگر دارم، هیچی ندارم، دل و جیگرم سگ که هیچی، خوب که هیچی، اصلا من میچی خورده، اصلا دل و جیگری نه. زنان ایران خواهش میکنم ما مردا رو نجات بدید، ایران رو شما نجات بدید. من چشم امیدم فقط به شما زنان ایرانه، به خدا هندونه زیر بالتون نمیذارم. ببخشید من بی غیرت، ببخشید که من تو خیابونا آستین کوتاه پوشیدم شما رفتین تو اون گونیه، ببخشید که من رفتم استودیوم تو نرفتی، معذرت میخوام که من تو ایران دست به هر کثافتکاری زدم ولی به شماها گفتن خفه شید حرف نزنید، منو ببخشید. امیدوارم اولین نخست وزیر ایران در دوران رضا شاه دوم پهلوی سوم بشه یه بانو، خدا شاهد از تایی دلم میگه. امیدوارم اولین وزیر امور خارجه ایران بشه یک زن، امیدوارم نیمی از وزرای ایران بشن زن، اصلا مردا رو وزیر نکنید، وزیر بهداشت، وزیر آموزش پرورش، وزیر دادگستری، وزیر آموزش علوم، وزیر امور خارجه، وزیر آب و برق، وزیر نمیدونم مسکن، همه تون بشین زن. تمام خیابونای ایران، پارکای ایران رو بذارید به اسم زن، تمام شهرای ایران رو اسامیش رو عوض کنید، ایران رو از این قالب مرد سالاری بیارید بیرون. مردا ترکنون زدن به ایران، خاک بر اون سر ما کنن. این کلیپ رو تقدیم میکنم به زنان ایران. خدا رحمت کنه مادر من، واقعا شیر زن.
سپاس از شما سرکار بانو سارای گرامی، این سرود شاهنشاهی رو تقدیم کردن به همه بانوان ایرانی، دخترها، همه عزیزانی که رفتن شلاق خوردن، اعدام شدن، سنگسار شدن. آخ آخ آخ، خمینی دشمن قسم خورده زنان ایران بود، اولین زن رو در کرمان سنگسار کردن، همه فراموش کردن، سالگردش هم هیچکی نمیدیده. من چند سال گرفتم در اندازه های خودم، دیدم اصلا ترم برام خورد نکردم. از زنان ایران متنفر بود اون بیمار روانی بزرگ لواطکاران، دستور داد خودش همش به دستور خودش بود، گفت اسید بپاشین تو صورت دختران زیباروی ایرانی. خیلی دخترها رو بردن تو زندان ها، بهشون تجاوز کردن، خیلی هاشون رو معتاد کردن، حالا به عنوان مأمور فرستادنشون بین مردم، اونو گناهی ندارن. یه سری از زنها رو مجبور کردن به عنوان هنرپیشه خواننده بیان و داغون کنن هنر ایران رو. به همه یادشون رفته 17 دی روز آزادی زنه، هنوز زیر فشار چپ و توده‌ای های همیشه خائن، هنوز میگن 8 مارس و نمیذارن به شما زنان ایران، شما دختر خانوما نمیدونید که رضا شاه بزرگ، آریامهر بزرگ، شاه دخ اشرف پهلوی زنده یاد، روان شاد، روان شاد، چقدر شما مدیون شاه دخ اشرف پهلوی هستید. روان شاد بانو، بانو روان شاد، شما زنان مدیون رضا شاه بزرگید، از توی کفن کشیدتون بیرون، مدیون محمد رضا شاه پهلوی هستید، حق رأی بهتون داد، مدیون اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی هستید، تاج بر سر شما نهاد. دختران و زنان ایران، آزادی از هر گوهری بالاتر، از اون علنگوهایی که تو دست میندازی، گوشواره، انگشتر، آرایش، لباس میپوشی، سگ میگیری بغله و غیره. روزه نمیگم نکنید، آرایش زینت مال بانوانه، ولی آزادی گوهری است که از همه چی بالاتره. آزادی اگر نداشته باشی هیچی نداری، تن درست هم نیستی، سالم هم نیستی، روح و روانت هم سالم نیست. آزادی بالاتر از تندرستیه. برای آزادیتون بجنگید. به شرافتم، به روح مادرم که شیرزن بود، این بزرگ بانو، واقعا بزرگ بانو، زیبا، این بانوی عزیز، به شیرش سوگند، هیچ کس کمکتون نمی کنه. هیچ کس کمکتون نمی کنه. همشون دروغ میگن، همشون بهتون دارن دروغ میگن. کجان این خانمایی که ادعای مبارزه میکنن، آذربا کوتا، مینا بیدندون و بقیهشون کجان؟ اجازه که دوتاشون با هزار یک مشکلات حرفایی میزنن، ولی بقیهشون کجا؟ کنفرانس زنان کجاست؟ حزب مشروطمون بخش بانوانش، دبیر کلش که یک بانویه در لندن، چی شد؟ لگن فروش دوز، به اتفاق یه عده، یکی دوتاشون دور از جونشون، از اون نوعی طاهری، یه مش کلاش میخوان تو لندن برن بشینن چی بگن؟ علوی سازی به در سخت بازی، فقط نفوس. یادو هست که خودش میگه لولولو، همشون دارن سرتون رو کلا میذارن، هیچ کس به فکر شما نیست، هیچ کدومشون. خودتون رو نجات بدید. از من نپرسید آقای احمدی چطوری، دنبال اعلیحضرت برید، تکیه به من و ما نکنید. ما هیچی، من هیچی نیستم، من و سپور دم درم، این که میاد اینجا شهر و خود خیابون رو تمیز میکنه، من نمیشناسه، همسایم من نمیشناسه. نگاه نکنید شما چهار نفر نشستید دارید منو میبینید، من مثل این اون نیستم، یابو برم داره. گوش کنید به حرفای رضا پهلوی، دیگه گوش نکنید به شوهراتون، گوش نکنید به پدرانتون، گوش نکنید به برادرت، گوش نکنید به دوست پسرت، گوش نکنید به این مردا. اینا مردونگی رو خوردن، پای منقل نشستن، پسش دادن. خودتون تکلیفتون روشن کنید. آخونده اومدن نسلتون از بین ببرن. در استودیو ما باز میکنن، زنان میرن میشینن قسمتی اصلا اون گوشه، قسمت ویژه مخصوص بانوان، مثل اتوبوسا رو که این کارو کرده بودن.
پیاده روها رو میخواستن این کار رو بکنن. هم یارو رئیسی کردن شده مال قوه قضاییه، قبلش اون یارو مرکی که بود یارو عربه، گفتم براتون مال قوه قضاییه لاریجانی، حالا این بی پدر و مادر آشغال اومده جنایتکار، چه لاریجانی چه رئیسی چه داژه چه پسرعمش، همشون دوز، همشون آدمکش، همشون زده زن، همشون زده زن. به یارو مرکی الان آزادش کردن از زندان. اجازه بدید عکس‌ها رو من خواهش کنم. سرکار بانو عکسای شماره 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 به ترتیب بذارید، صدای منم لطف کنید، از عکس شماره 5 شروع کنید، خواهش میکنم از حضورتون. خانم آقایون زنگ بزنید لطفا، تمنا میکنم زنگ بزنید، اگر هستید پای تلویزیون نشستید زنگ بزنید، خواهش میکنم سنگر نگه دارید تا این عکس‌ها رو هم ببینید، هم ببینید چه بلایی سرمون آوردن. این بلاها رو بالو میشه یه ذره بزرگش کنه اگر امکان، اگر نه که مهم نیست. ببینید این اولین نظریه، یعنی نه اینو شک نکنید اولیش نیست، ولی فعلا این اولین عکسیه که در دسترس ما هست. اولین عکس نظری در ایران دوران قجرها کجا بوده؟ تو سفارت، سفارت انگلیس. سفارت انگلیس چه کسی این نظری رو میده؟ همون کسی که دستور قتل امیر کبیر رو رفت داد به اون ناصرالدین بی پدر و مادر آشغال، که بعد خودش گفت از این ملت گرسنه که امیرشون رو کشتیم، بهترین صدر اعظمشون رو که نتونستیم بخریم کشتیم، اومدن نشستن پشت سفارت با قابلمه و بادیه، اومدن نشستن ما بهشون قیمه پلو بدیم. همون صحنه ها رو الان دارن این نسخ پیاده میکنه. این منتها این بار دیگه رسما تو سفارت نیست، به اسم هیئت هاست. اینا خانوما، اینا این جریان باعث شده چطور لچک به سرت بندازی، سیغه بشی، بهت بگن ضعیفه. بارو خواهش میکنم عکس شیشه بند بعدی رو، شماره شیشه. اینا باعث شدن که شما زنان ایران امروز به این بدبختی بیفتید. اون مردی کره میبینید که اونجوری داره قضا میریزه تو اون یارو ظرف یه بار مصرف، اون کوربین بیشرف رهبر حزب کارگر انگلیس رفته. ببین چقدر بیشرف انگلیس ها. بعد لگن فروش دزد به خاطر اینکه مأمور حرفه‌ای MI6 اومده میگه اصلا راجع به مسئله انگلیس نه، انگلیس رفت. آره جمال پولای حزب دموکرات آمریکا رو عشق است. من که میدونم تو رو کی داره تعمیم میکنه، تو و علی منقلی رو که از بازارچه آگهی رد میشه، اون عربزاده بیشرفی که توی لندن نشسته، همتون بیشرفی، همتون بدون استثناء. تا چشمتونم کورشه، تا شارایم هم فایستدم، هر غلطی هم دلتون خواهد برید بکنید. سرکار بانو لطف بفرمایید عکس شماره 7 رو نشون بدید بعدی رو. خانم آقایون، ملت ایران، زنان ایران، من امروز فقط برنامه رو تقدیم کردم به بانوان ایرانی، به سحرها تقدیمشم، امیدوارم از من قبول کنید. این پولا رو شما رفتید ریختید. یا حضرت امام رضا، 6 تا دختر دارم، اینو بکن پسر حاج آقا، پسر دلش میخواد. یا حضرت معصومه، دخترم بتونه بره کنکور. این پولا رو شما ریختید. حالا نگاه کنید با این پولایی که شما ریختید، اخول قومتون زدید ریختید، با اون شماره 9 رو لطف بفرمایید. اینا رو شما ریختید. شما دارید این اینا رو بهشون تغذیه میرسونی. این مداها با این پولا میشن مدا. این پولا رو شما ریختین که این بیناموس بیشرف آدمکش که به ده ها زن ایرانی تجاوز کرد تو زندان ها، ده ها حکم زن اعدام زن داد، این بیشرف بیناموس بیاد بشه دادستان ایران، بعد حالا بهتسنش خارج از کشور، حالا از خارج اومده میکنه که دو سومش رو کشید و اومد بیرون و غیر ازاله. اونا با این با پول شما ها اومده بیرون. بگیرید دارم بهتون چی میگم. بانو لطف بفرمایید شماره 10 رو خواهش میکنم. این سعید مرتضوی آدم کشه جنایتکار که اعدام هم کم میدید. خب این جریان، این عکس رو نگاه کنید، اینا دنبال این جریان. این براش مهم نیست تو زن ایرانی کتک میخواد، یه الکی میاد مثلا تیم فوتبال پاریس سن ژرمن یا مثلا سازمان زنان فرانسه مثلا میاد میگن که ما محکوم میکنیم سحرها خودشان را کشتن ها و به استادیوم ها نمیروند ها. چرت پرت. حالا اینا برای حیواناتشون سازمان دارن، گروه دارن. جرئت داری اینجا به زنبور عسل بگو بالا چش دبروه، به مورچه بگو بالا چش دبروه، پدر تو در میارن. اینا اصلا براشون مهم نیست که شما داره چه بلای سرتون میاد، اصلا براشون مهم نیست.
سرکار بانو تمنا میکنم شماره 11 رو لطف بفرمایید. خواهش میکنم. نگاه کنید مردم، نگاه، این بی پدر و مادر بی شرف، این حالا قرار پاشو بیاد کجا؟ نیویورک. باش امکان داره ترامپ باش مذاکره کنه؟ آقای احمدی آره، چرا نه، چرا نه. سیاست کثیفه، پدر سوخته بازیه. تا همین الان نشستم فوش میدم به شاه، همین اسمال بزاز، شطور، محمد وزق، سایر بی شرفا فوش میدم. فردا تا ببینم وزنه به نفع رضا پهلوی، همشون میام میرم پشت سر رضا پهلوی، همشون تو ایران پست و مقام میگیرن، همشون هم به ما فوش میدن که آقا ما میخواستیم اعتراض بکنیم، روز احمدی نمیذاش. البته خوابشو ببینن دیگه، اون ممر لولو برد. ولی سیاست اینه، کثیفه. مستر پرزیدنت ترامپ، اون کسی که قراره باشه بیاد تو نیویورک، این آدم با اون کلی اون همه انسان رو دار زد، کشت، همشون رو کشت. و شما میخواید با این شخص بشینید گفتگو کنید؟ حالا بولتون رو ببر، حسن آقا رو بیار، مستر جک رو ببر، مستر بیل رو بیار. اصل قضیه، سپاس از شما بانو سارای گرامی، اصل قضیه چیز دیگریست. اصل قضیه اینه که فرقه تبهکاران برای بکش بکش اومده، اومدن نظم و انضباط رو جهان از بین ببرن. شما میدونی آقای ترامپ، میدانی، شما میدانید که فرقه تبهکاران تروریست است. شما میدانید که سپاه ضد ملی پاسداران، همون سپاهی که خودت تحریمش کردی، همون سپاه پاسدارانی که خودت گفتی اینا تروریستن، خودت گفتی، من که نگفتم، ما میدونیم. اینا همونا بودن که امروز روز 11 سپتامبر که امروز هستش برای درست کرد، برای ملت سرافکندت کردن. میشه امریکا رو هم زد، میشه به امریکا هم حمله کرد. بازی بود نبود، دنیا اون نقشه‌ای که تو کشیدی، دنیا اونو دید که یه مسلمانی‌هایی اومدن این کارا رو با تو کردن. خب آقای ترامپ، این دولتی که الان به کشور من، دولت چه چرز، همین اراذل و اوباشی که به کشور من دارن حکومت میکنن، اینها همونایی هستن که اومدن و شعار مرگ بر آمریکا دادن، اومدن در برابر اون چیزی که شما بهش میگین تمدن غرب، در برابر تمدن غرب ایستادن. آقای نتانیاهو، اینا همونا هستن که 40 سال به وسیله حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و سایر گروهای تروریستی دست در دست یاسر عرفات، دست در دست شیخ یاسین، دست در دست شیخ نصرالله، دست در دست سایر اراذل اوباش، تمام شهرهای تو رو به گلوله بستن، تمام شهرهای تو رو به بمب گذاشتن، نارنجک پرتاب کردن، چه و چه و چه و چه. اینا همونا، اینا رفیقای معمر قذافی هستن. تمام دشمنان تو در منطقه دوستان صمیمی این بی پدر و مادر هم. همین آخون، چرا دارید با اینا موش و گربه بازی میکنید؟ چرا دارید با اینا بازی تو ماچ بکن من ماچ بکنم راه انداختید؟ چرا؟ کی رو میخواین ماچ کنید؟ چه ماچ و بوسه ای؟ اگر قرار به ماچ و بوسه بوده، پس چرا دموکرات ها رو بردین، جمهوری خواه ها رو بردین؟ چرا یه بازی دیگه راه انداختین؟ چرا اومدین کانال رو عوض کردین؟ خب همون کانال یک مونده بود، داشتیم نگاه میکردیم دیگه چرا دادیش رو کانال دو؟ و همون بود دیگه، همون حاج حسین اوباما رفت اون زن کرم میابردیم میشوندین اونجا، چرا نزاشون اون بیاد؟ خود تکلیف هم روشن میشد و دیگه هم نمیمدیم چه آقا پول بدین، آقا فلان کنیم، آقا تموم شد، موندن. فعلا دنیا اینا رو میخواد، ما زورمون نمیرسه، پاشیم بریم آقا یه بیلی بزنیم تو باقشه خودمون. پس تو شدیم نفس اون برید، تعارف نداریم. پس شما برای چنج آمدید، شما یک بخشی از سیاستگزاران جهان اومدن برای چنج. کو پس این چنج؟ کو پس تو این دو سال؟ آقا مگه خمر رنگ رزیه؟ شما میخواستین ویتنام رو بمبارون کنید؟ از فرانسه اجازه گرفتی؟ از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اون موقع؟ که تمام هیکل پوتین و کشور جمهوری فدراتیو روسیه و تمام وجود ارتشش و هر چی که امروز متعلق به کشور روسیه است، انگوش کوچیکه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمیشد. شما از خروشوف نترسید، از پوتین بچه قرتی میترسید که خودت دست پرورده خودتونه، میدونین این کیه؟ تا خرخره خودتون این مرکر انداختین توی تویله اوکراین و جریان ترکیه و جریان کریمه و جریان دریای سیاه و چه و چه و چه، کاری که مثلا ما عبداللهی نمیدونیم شما جریان چه موشکا رو چرا بردید تو لهستان، تو چه چکسلواکی، تو چه کوین بر اونور سر کارش کشتین واسه خاطر یه لقمه نون و جزیره اونور توی شرق روسیه، سوخالینه چی اون یارو نون سوخالیه چیه، سر کارش کشتین با ژاپن داره معامله میکنه؟ شما خود ما اینا رو نمیدونیم؟ یعنی واقعا ما اینقدر گاگولیم؟ شما از کی اجازه گرفتی به یوگسلاوی حمله کردی؟ شما از کی اجازه گرفتی به عراق حمله کردی؟ شما از کی اجازه گرفتی صدام حسین رو
ساختش کردی. شما از کی اجازه گرفتی بن لادن پدرش رو درآوردی کشتش یا رو مثل سگ مایه انداختنش تو اقیانوس هند توی پاکستان؟ از کی اجازه گرفتی؟ شما از کی اجازه گرفتی افغانستان رو رفتی اونجوری در و داغونش کردی؟ مگه ما به شما گفتیم به ما حمله کن؟ مگه ما به شما گفتیم بمب بیاریز سر ما؟ مگه ما به شما گفتیم اصلا بذار یه خون از دماغ سربازت بیاد؟ چرا حمایت نمیکنید از میهن پرستان واقعی؟ چرا در اون تلویزیون صدای امریکا رو نمیبندی؟ چرا از میهن پرستان واقعی حمایت نمیکنی؟ چرا ما ملت ایران وارد گفتگو نمیشی؟ چرا فقط شما میخواید بشینید با یه مش آخوند دوست جنایتکار فراماسون گفتگو کنید؟ آها من میدونم چرا، فقط مطرحش میکنم که بچ همیهنان مشروطه خواهی که گیجن و هنوز نشستن دنبال معجزات آقا امام زمان از واشنگتنن که بفهمن که این آقا دنبال سیاستهای خودشه. و یا نه شما نمیدونید که حسن هفت خط فراماسیونر، حسن هفت خط از خانه شماره 10 میگیره، برای همینه که خانه شماره 10 پشتش ایستاده، برای همینه که جانسون خودشو پاشو کنار کشیده خودشو زده به موزیگری. چرا ترزا می رفت؟ چرا اصلا ترزا می سر کار اومد و چرا رفت؟ چی شد برنامه ایرلند؟ تا دیروز که چاقو کشی بود سر جریان ایرلند، من نمیخواستن استقلال پیدا کنن. چی شد؟ چرا در موضوع گذاشته شد؟ چی شد شاهزادگان ویلز و چرا ساکت شد؟ چی شد مثلا شاتلند یا اسکاتلند؟ چی شد؟ چرا ساکت شد؟ چی شد که مجلس رو داره میبنده یعنی بست؟ چی شد که حالا مجلس عیانن عملن چی هن؟ اومدن زیر مجلس عوام دارن سینه میزنن. چی شد این اتحاد به وجود اومد اون یارو جزیره نیم متریه؟ من میدونم چی شد، دارم مطرحش میکنم که بدونید ما اونطوری هم که به شما اومدن در گوشتون گفتن، ملت ایران امت گیج نیست، هنوز ما زنده ایم، میدونیم چه خبره. خب نمیشه گفت نه؟ راهی هم نداریم. چجوری با اتون تماس بگیریم؟ چجوری با اتون گفتگو کنیم؟ یه شماره تلفن، یه ایمیل گذاشتین، کی خون، کی زد، کی برد، تنکیو وری ماچ که به ما ایمیل دادی، دمه در داریم، یه بده به من یه ماچ. اونجا اون تو اون کاخه که جای ما نیستش، که تو اون کاخ جای تریتا افغانی و تیمش بود که حالا شده هوشنگ امیر بی شرف. بعد هوشنگ امیر بی شرف بره بشینه بغل سر لگن فروش دوست. چرا؟ چون از خودتونن، مهره های خودتونن، عوامل خودتونن. من که عبدالله نیستم که. گفتیم بی سوادیم، نگفتیم که بی شعوریم. هر دفعه یه بازی، هر دفعه یه جنگولک بازی، تا مردم ایران دارن بلند میشن سیل میاد، دارن بلند میشن عربا رو میرسن تو ایران، دارن بلند میشن آقا مرجن شده بانکوک اسلامی، دارن بلند میشن سحر خودسوزی کرد، دارن بلند میشن معصوم قمی یه ترمیم، دارن بلند میشن محسن ملخو میارن، دارن مردم تکون میخورن نسیر ستوده رو علم میکنن. آی مردم الان که دیگه کار تموم بکنن یه دفعه یه داستان دیگه علم میکنن. هر روز یه سناریو. کجا نوشته میشه؟ کجا نوشته میشه سناریو؟ اون میزه گردی که دور هم دیگه میشینید. بله شما امشب خواب نما شدید، جان بولتون مثلا آدم اخیه بدیه، وقتی همین خود من بعد وقتی بی سواد که اینجا نشستم 10 دفعه داد زدم که این مردی که فقط داره رفته زیر چیز میزه اون یارو مصومه، یارو چی اون یارو سوسکر ملوک. پس ما درست میگفتیم، پس ما درست میگفتیم راجع به جان بولتون. اگه آدم خوبی بود چرا بردینش؟ اگه آدم بدی بود چرا نگرش داشتیم؟ اگه حرف هم دیگه رو نمیخوندیم بچه رو همون روز اول کار رو تموم نمیکنیم؟ دو ساله اونجا بهش میگن کاخ سفید، اونجا که طبیله علی شیرهی که نیست، مثلا بعد دو سال تازه بفهمن گل پایگان عامل انگلیسه، تازه بفهمن کاری هم نمیتونم بهش بکنم، فقط جیره تغییرش جمع میکنم. هسته دیگه، هسته یا رومی روم یا زنگی زنگ. حالا ملت اینایی که من الان بهتون گفتم شنیدی؟ تنها یه دم ناراحت میشه آقای احمدی اینا رو نباید اینجوری بگی. الان ما در این شواهدی هستیم که باید سعی بکنیم که سیاست های ترامپ رو به نفع خودمون بیاوریم، و وقتی که سیاست های ترامپ رو به نفع خودمون آوردیم و توپ رو بندازیم در زمین اورشلیم، یه چیزای حلبی است، یک تفسیرای دوغکی آبکی بی حساب بی کتاب بی منطق، یه چیزایی که از تراوشات ذهنی یه مش آدم مغز فاسد شده میاد، یه مش آدمای رویایی هم که نشستن میگن بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، به خدا از این دومره شدن کوچه نگذشته، همه تن چشم شدم خیلی بال تو گشتم شرافت پکیق از هم چشمم که نم قاچه بود شوق دیدان تو مبریز شد از جمعه وجودم. این نه شوق داره که اصلا دیداری داشته،
یه آدم توهمی که نشستم چه خونه خونه و همینطور اینقدر هممون قاطی کردیم آفوقا قاطی کردیم نشستیم بدیم برای خودی تر میدیم مثل اوبیوتی ملی بود نشمات مهاجرانی قبل شب که میخواست کنید بچینی بزنی هر کدوم از بازیکنان بود یه کاغذ میدارد که چون با یه خوبار هر کی میشستیم و ارنج میکرد هر کی به سبک خودش مثل اینو بزنیم اینجوری 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 مثلا یه هم بکنم 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 کار تاوکل داشت میخوابی صدا خورم بکنم نشمات بود تمام اردوتی ملی رو برداشته بود بزی فرمودی اینی که مردم ایران خانومای ایرانی خیلی و اول برنامه چی بهتون گفتم اینقدر شلوغ قلوغ و ترافیک نمیدونم از کجا براتون بگم شاید امروزی که از اون برنامه باشه که الان یکی دو نفر هستن آقای احمدی واسم از این شاخه به اون شاخه شدی میدونم هم شدم یعنی امیدوارم که نشده باشم ولی اگه هم دیگه حق داری اینقدر شهر شلوغه نمیدونم از کجا براتون بگم فقط میخوام شما رو بندازم تو یه کانالی تکلیف خودتون رو خودتون روشن کنید هیچ کس به دادتون نمیرسه یه مش اشغالگر دزد جنایتکار ان ایرانی ضد ایرانی ضد بشر ضد دین ضد خدا ضد پیغمبر ضد همونی که خودتون میگین اسلام آقای احمدی و مسلمان اسلام مسلمان محمد حسن حسین فاطمه زینب کبرا اقدس اشرف دلم براش تشرف همونی که خودتون داری میگی اینا حتی ضد اونا راجع به اونا هم دارن دروغ میگن اگه همین الان اون مولای متقیان میتونست یه دفعه یه کمر راست کنه اولین کاری که میکرد با اون شمشیره هستش دو طبقه با همون شمشیره اول میکرد تو اونجایی که باید بکنه به علی شیرینی که بی پدر و مادر اینقدر دیگه خالی نبود اینجوری هم نبودی که تو داری میگی همون حسینی طوری میزد تو فرق سر این حسن حفقت و محمد گاریچی و بقیه ارازن و اوباش و این محمود مشنگ کثافت رفته داره چای میده دست مردم پدر سوخته روزی که رژیم عوض بشه باید همون هیکل لاغر بوجنی کثیف جمعش بوی سوهان و پشمک بده همینطور باید بکنه تو اون سماوره همینطور باید بره تو در اون سماوره هم بزنه پدر سوخته های حق باز شارلاتان بفرما جقا بفرما چایی ای بی پدر و مادرها خوب با آب و نوفه رسیدید خوب دارید میچرید بچرید بازم بهتون میگم تموم کارتون تموم کارتون چون همین مقاومت های مدنی همین بودن رضا پهلوی که سایش پدر انگلیس رو در آورده تا چشمتون کور بشه نفس محمد رضا شاه پهلوی نفس رضا شاه بزرگ هنوز رو آسمان آبی ایرانه هنوز جاپاهای رضا شاه هست شما میری جاپاش هست تونل چندمان هست جنوب میری یاد شیخ خزعل میفتی جاهای رضا شاه بزرگ رو میبینی مشهد میری یاد کشیدهای اعلیحضرت میفتی زد تو دکو پوز آخوندا همه جا جاپاه محمد رضا شاه پهلوی هست هنوز میری میبینی اصفهان زباهن اصفهان هست هنوز میبینی مرمت کرده آرامگاه سعدی و آرامگاه کوروش و آرامگاه داریوش و آرامگاه حافظ و آرامگاه خیام و هنوز نفس پهلوی ها تو ایران هست هنوز ما هستیم که از حیثیت پهلوی ها دفاع کنیم از شرافت پهلوی از تاریخ پهلوی دفاع کنیم برای همینی که بهتون میگم بچه ها فقط دنبال جریان پهلویسم باشید هنوز ما هستیم که بیاییم بزنیم تو دک و پوزه مفهوم قومی بیشرفه کثافت عامل اطلاعاتی هنوز ما هستیم بچه های ایرانی زنان ایران حقتون رو بگیرید حقتون رو بگیرید هیچ کس به دادتون نمیرسه هیچ کس اینا همشون چاقو تیز کردن بر علیه شما اینا همشون عواملشون رو پخش کردن تو این رادیو تلویزیون ها که شماها رو سر کار بذارن هر روز با یه تیم جدید هر روز با یه برنامه جدید هر روز با یه پدرسوخته بازی جدید هر روز با یه شالاتان بازی جدید اینجا سمینار میذارن اونجا سمینار میذارن نشست گذاشتیم نشست گذاشتیم نتایج چی بوده هیچی فقط حلبی سازی 200 300 جلو میکروفونا زر زر بکنن برن بشینن زیر زمین همشون قمار همشون مشروب خوری همشون خانم بازی هر کدوم یه خانم بردن شب ببرن تو توی اتاقشون تو هتل ها به شرافت بشری عین واقعیت دارم بهتون میگم من آزاد نمیدم این عرض رو باشم که انگ بزنم اتومات بزنم اینا کی اصلا اسم باشم اتومات بزنم تکلیف خودتون روشن کنید منتظری هیچ کس نباشه هیچ کس دل به حال شما نمیسوزونه اصلا نمیتونم بسوزونه یه دم جمع شدن تو دنیای مجازی اون میگه من فرموندم اون میگه من قهرمان خوشبختی ام یکیشون تمرگیده تو ترکیه میگه اصلا من چیز شاهزاده ام من مشاور شاهزاده ام صبح تا شب چیز دارم اصلا باهاش در ارتباطم به من میگه که تو رو به خدا به نظر من این کارو بکنم یا نکنم همشون عاملن شک به این داستان نکنید هیچ کدوم تو شک نکنید به این داستان تمامشون با این برنامه میشینن همشون با این برنامه میشینن که این فلون فلوشتی دو مورد دوباره به ما زد دوباره حال چیز کرد حالا بهش میگیم چیکار کنیم هیچ غلطی هم نمیتونید بکنید تا زمانی که بر نگردید به سوی ملت ایران دعوا ادامه داره تا زمانی که بر نگردید پشت سر اعلیحضرت نیستی باید به این بازی پشت سر اعلیحضرت اگه ملت ایران رو دوست دارید اگه کشور ایران رو دوست دارید اگه میخوای ایران نجات پیدا بکنه ملت ایران دل به هیچی خوش نکنید اسرائیلی پهپاد زد پهپاد آورد حزب الله رو زد 6 تا موشک زد 8 تا موشک گرفت تو 50 تا به اون زد 60 تا به ما زد یه هواپیمای ناشناسی بلند شد مناطق حزب الله رو زد اگه بلند شده داده دمش کرد
حزب الله رو کشته دمشقم، پاسدارا رو کشته دمشقم، هر چی از اینا بمیره به نفع ماست. از هر طرف که کشته شود به نفع ملت بزرگ ایران است. از هر طرف که کشته شود، این راحت بهتون بگم، پاسدار بمیره به جهنم، حزب الله بمیره به درک اسفل سافلین، سرباز انگلیسی میمیره به زیر پای بابام، راحتتون. به فکر کشورتون باشین. بد نقشایی براتون کشیدن، کاری دارن بابا میکنن که به اون مرحله برسیم بگیم بابا مهرم حلال، جونم آزاد، ولم کنیم. آها کردستان رو میخوایم ببریم ببریم، آذربایجان میخوایم ببریم ببریم، بابا یعنی میخوایم نون بدیم بخوریم، بابا کلی هم فروختم، رحم زنم هم فروختم، بچه‌م هم فروختم، بابا فروختم همه چی رو. اینا خب ما رو به اونجا برسونن، همین بلا رو سر ما آوردن. همینجوری که ما میشیم فقط تاریخو از کنارش فقط میذاریم، روی تاریخو فقط نگاه میکنیم، دیگه نمیدونیم چه صفدی چه پدری ازش در اومد، دیگه نمیدونیم. همون قجرها، همون فتدی بی پدر و مادر. شما خود اون بی پدر و مادر کی به قدرت رسون؟ چون اون آورد اونجانشون منقل گذاشت جلوش؟ شما خیال میکنید اون بعد از اون محمد به خوشبه محمد شاه اون مرکر کی آورد اونجانشون؟ چی اون ناصر الدین آورد اونجانشون؟ چی اون مزخرف الدین اونجانشون؟ چی اینا رو بنداش میبرد تو فرنگ؟ تو مزخرف الدین چه میز فرنگ چیه؟ چه بدونست لندن چیه؟ از این مرکر نمیفهمید اپرا یعنی چی؟ آوردش تو برلین، بارش تو اپرا. خانوم بهش دادن. میدونستن نقطه ضعف اینا رو میدونستن. چرا؟ آذربایجان رو ببرن، ارمنستان رو ببرن، ترکمنستان رو ببرن. الان هم برنامه همونه، همون سناریوه، همون داستان قرارداد 1919، قرارداد 1919 هنوز برجاست. رضا شاه پارش کرد، اینا دوباره رفتن خود کاغذها رو پیدا کردن و خاکستری که ازش باقی مونده پیدا کردن، دوباره دادن چسبوندنش. اینا دوباره میخوان ایران رو به اونجا برسونن. تمام هدف همینه. هر روزم یه بامبولک بازی، هر روزم یه جنگولک بازی، هر روزم یه پدر سوخته بازی، هر روزم یه بی پدر و مادر میرن میشن جلو دوربینا، یه برنامه اضافی برات شما میذارن، یه داستان اضافی براتون درست میکنن، هر روز براتون داستان جدید میارن. عین فیلمای سریال مثلا میدادن تو ایران، بعد میگفتن که داستان امشب مثلا جیمز رفت بالا پشت بوم، مثلا خانه کوچک، مثلا نمیدونم بالاتر از قطر. هر هفته یه داستانی بود، اینا هر هفته یه داستان براتون گذاشتن. برای همین 40 سال موندن که چرا؟ که منو تو رو از اصل قضیه جدا کنم. اصل قضیه چه بوده؟ اصل قضیه رضا پهلوی بوده، اصل قضیه پهلویس بوده که ما پهلوی رو به ایران برنگردونیم. وگرنه دعوا بر سر چی اساسا؟ یه ملتی اومده تو خیابون دست به یه اشتباه تاریخی زده، اصلا گور پدر توته. یه ملتی اومده دست به اشتباه تاریخی زده، مگه این ملت ایران تنها ملتی بوده که این کارو کرده؟ مگر آلمان‌ها این کارو نکردن؟ بعد در ذهن اینا می‌خواستم بگم تو یادم نرفته، در ذهن آقای حضراتی که ادعا میکنه که آقا این سلطان طلبا نشسته اینکه فقط خارج کمکشون کنه، بی پدر و مادر آشغال، کی فیدل کاسترو رو کمک کرد تو کوبا؟ کی؟ اگه فیدل کاسترو پشتش به کرملین صفر نبود، در عرض به چشم هم زدن هم نمیرسی، آمریکا میخوردش. و همین سادگی اومدن و حکومت باتیستا رو بردن و تموم شد و اینا رفت در دین کشاورزا و اونا که نیشکر میکارن و گفت این خلق قهرمان کوبا بلنشین بریم هاوانا رو بگیریم، که من برم با الچه بشینم سیگار بکشم، شما همچنان مثل همتونی مثل اولاق کار میکنید، حالا مثل یابو کار کنید. و همین سادگی. آره. چرا نشستین شما کمونیست دارین چرت و پرت میگین؟ آره مالکیتش بین المللی داریم. آره مالکیتش به کمک بین المللی داریم. چی میگه نداریم؟ کدوم مشروطه خواه احمقی است که بخواد بشینه بگه که ما فقط باید یک تنه بریم جلو؟ کجا یک تنه بریم جلو؟ چجوری یک تنه میخوام بریم جلو؟ چقدر دیگه مبارزه بشه؟ چقدر دیگه کشته بشه؟ 4-5 میلیون ایرانی دامه کشته شده. چرا ما به مقصود نرسیدیم؟ چون حمایت بین‌المللی نداریم؟ چون هر روز دارن که جنگولک بازی در میارن؟ چرا بهتون میگم ایمیل بدید؟ چرا بهتون میگم برید؟ اگر بلدید، زبان بلدید، اگر میتونید نفوذ میتونید بکنید، بابا برید کاخ سفید بهش بگید آقا یه ملتی دست کمک به طرف تو دراز کرده، چرا اینقدر دک و پوز ما میزنید؟ دک و پوز ما پر خون شد، دندون ما پر خون شد. ما بدون کمک بین‌المللی نمیتونیم کار کنیم. چرا نشینید در تبلا میگید خمینی رو کی آورد تو ایران؟ هوشیمینه رو کی هوشیمینه کرد؟ گاندی رو کی کمک کرد؟ بابا از این بالاتر گاندی که در برابر امپراتوری انگلیس ایستاد، اگر خبرگزاری جهان نبود، همون خبرگزاری انگلیس نبود، کی میتونست حرفای گاندی رو تو دنیا مخابره کنه؟ چه کسی پشت سر نلسون ماندلا ایستاد؟ مگه غیر از اینه که تمام جهان آفریقا جنوبی رو تحریمش کردن؟ همین اسرائیل شده کی پشت سر اسرائیل ایستاد؟ اگه حمایت آمریکا نبود، انگلیس و آمریکا نبود، اسرائیل تو منطقه کجا میتونست در برابر شاخ بشه؟ اگه 10 سال 20 سال 30 سال به قول یارو حساب اتم شده، قبل اینکه اتم نداشته که، تو همون جنگ 6 روزه که اتم نداشته که، بالاخره یه بار دو بار سه بار ده بار این اربا میریختن سرش، زورشو میرسید به 2-3 میلیون یهودی. چرا زورشو نرسید؟ پشتش بار بوده. چرا نشستین دارین برد و بلا میگین؟
عراق با ایران 8 سال حمله کرد به ما، زور اون بهش نرسید بدون تارو، اون همه کشته دادیم. در عرض 40 روز امریکا عراق اشغال کرد. چرا؟ حمایت بین المللی، ائتلاف بین المللی پشت سرش بود. چه کسی تونست کره شمالی رو بکشه بیرون روزانو؟ ائتلاف بین المللی. چه کسی درهای شوروی رو باز کرد؟ ائتلاف بین المللی. اون قول شوروی رو کی زمین زد؟ کی حمله کرد به یوگسلاوی؟ کی تونست یوگسلاوی به اون قوی که بعد از شوروی بهترین، مجهزترین، گردن کلفت‌ترین ارتش اروپای شرقی رو داشت، اساسا در بین اروپای غربی هم قهرمان بود، یه ارتش فوق‌العاده قوی داشت، کی میلوتو بیچ اونطوری کرد؟ کی چند دسته دادشون به دیوان لاهه؟ کی تو اون دادگاه کشتشون؟ بهشون میگه سکته کردن، کی سکته کرد؟ چی سکته کرد؟ کی فرانسه رو نجات داد؟ جنرال دوگل چطوری تونست که مجددا فرانسه رو باز بگیره با شعار نهضت مقاومت ملی فرانسه؟ کی میگه این چرت و پرت رو؟ پشت سر جنرال دوگل امریکا ایستاد، بیش از 100,000 کشته داده شد تا تونستن وارد خاک فرانسه بشن از طریق اون خلیج. چرا بهش رسیم داری برد فلا میگیم؟ ما احتیاج به کمک بین المللی داریم. منتهای مراتب داستان بر سر اینه که ما چگونه اعتماد بین المللی به سمت خودمون جلب بکنیم با این همه دشمن، انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان، توپ به توپ مثلا جمهوری اسلامی، توپ به توپ. به چه زمانی دیگه بگم ما چجوری بس باید اعتماد، چجوری باید بس باید اون بخش امریکا رو به سمت خودمون بکشیم؟ من برم به کاخ، من کیم؟ یا اینا که تو دنیای مجازی، یا اینا که نیستن چه دوربینا مثلا لگن فروش دو، آخه این مردی که کسی برای این تر اصلا این مرگیر به چارت سفیدا میدن بره بفروشه دم کاخ سفید، سرش حالا مثلا آینه اولاق انداخته رفته اون تو چارت عکس گرفته، خیال کرد مثلا یار عددیه، اصلا میدونی برای چی اونجا رفت؟ رفت برای که پول بگیره، اسم مبارزه و امثال این آشغالا. اصل قضیه باید بره بشینه با اینا صحبت کنه. کی اصل قضیه؟ پادشاه ایران قرارداد سیروس تزاشای دوم پهلوی سوم. چگونه باید بره احتیاج به حمایت داره؟ کی باید حمایتش بکنه؟ طرفدارانش. کجا باید حمایتش کنه؟ خارج از کشور. چیکار داره میکنه؟ جلسه میذاره برای لگن فروش دوست. به کی فروش میدن؟ به من میان پرست. کی باید حمایتش قرارداد حمایت کنه؟ ملت داخل کشور. ملت داخل کشور دنبال چند؟ دنبال گوشت و سیب زمینی و فلان و اونا. چه اینکه نمیاد پیک بلا بچا بره با حسین پارتی داریم. خب پس چی میشه؟ پس نشستین پس ما نشستین در چی داریم؟ یه چیزی یه بیمینجا بشینیم برد بلا بگیم. هی تکرار مکرر را عمده اونم هی داره میره بالتر، هر روز عصبی تر، هر روز داریم انرژی از دست میدیم، انرژی رو مفت داریم از دست میدیم. مفت انرژی با در راه آزادی ایران باشه، مفت نکه به دنبال پول باشیم. من لگن فروش نیستم، کلاش نیستم، من علی منقلی نیستم از بازاچه هایی رچم از هر کسی 10,000 تا بگیرم لقب دکترا بهش بدم. اون توی مراتب انرژی داره مفت میره. بچه های واقعی میهن پرست عاشقان ایران آریایی نشستن تو خونه هاشون، کاری از دستشون بر نمیاد. تو همین آلمان چند تاشون رو بدونشون بدن، عاشق ایران، عاشق شاه، واقعا عاشق زن و مردشون، از اساتید منن، بزرگان، واقعا بزرگان اپوزیسیونن. اسامیشون معلوم بیاست شما نمیشناسینشون، تعدادتون بشناسینشون. چرا سکوت کردن؟ میدون بهشون نمیدن. میدون افتاد دست کی؟ اسمال بزازه بیشرف توده ای، دست زن توده ایش، شوخی بچه دو، محمد وزق بیراموس بیشرف، درام شطوری بی پدر اومده. میدون دست اینا 20 ساله نشستن مختون رو زدن. من چطوری بیام این ویروس تو مختون بکشم بیرون؟ تازه ویروس رو بعد مختون بکشم بیرون، بعد بیام به زور قرص میانپرستین رو بکنم تو مختون. هیچی دیگه چی؟ میشین تا 50 سال تا طول میکشه تازه من به جوان ایرانی بتونم تفهیم میکنم معنای میهن پرستی یعنی چی؟ بلکه هی چی میده این همه را رو؟ سرکار بانو تمنا میکنم از حضورتون شماره 11 رو نشون بدید اگر براتون امکان داره. حالا 11 یا 12 الان دقیق نمیدونم. نماز خوندن سفرای انگلیس و امریکا در سال 1979 پشت سر گربه نره، سفیر انگلیس، سفیر آمریکا در ایران رفته تو نماز جمعه، نگاه کنید به خوندن نماز، دیدین چه بلایی سرمون آوردن. حالا بشینید و منتظر خیلی داستانا باشید که این مرد که حالا میخواد به نیویورک با این حرف میزنه نمیزنه، اگ بزنه چی میشه، اگ نزنه چی میشه، اگه با ما خواهش میکنم. الله أكبر.
سپاس از شما بانو سارا گرامی. ملاحظه فرمودی؟ بانو محترم ملاحظه فرمودی؟ حالا فیلمش داره میاد بیرون. بعد اینا دل برای ما بسوزنن. تمام داستانی بوده ما رو به این روز بنداز. بانوی به اسم فریده لطف کردن $20 دادن. سپاس گذاریم بانو فریده که $20 دادن لطف مدد کرد. ملاحظه فرمودی؟ کار رو به اینجا کشونده. اینا این کار رو به اینجا کشونده که تمام مشکلات، حالا نمیگم همش، ولی بیش از 50% مشکلات زنان ایران میشه مسئله حجاب. بیش از 50% مسئله کمی هم نیست ها، پوشش شده. من میخوام بریم بیرون دیگه، میخوام بریم بیرون چی بپوشم، داستانی چی بپوشم، خیلی داستان. دختر مردم چرا حق نداره تو استودیو؟ این شد مشکل. آقا پای نامحرم مردان میره، خود دختران تو تلویزیون داره میبینه، تازه تو تلویزیون که جلوتر داره میبینه که تو استودیو که باش نوره. حلبی سازی، پدر سوخت بازی، سر کار گذاشتن، موضوع رو عوض کردن، بحث رو عوض کردن. وقتی که ما میگیم آقا جان راه و روش مبارزه این نیست که من بشینم با هوشنگ امیر بیشرف لابی جمهوری اسلامی که سالی یک میلیون $2 میلیون نه خیال کنم من تو اومد میزنم، پول گرفته از باند عاشق رفسنجانی دوز، هنوزم داره میگیره دخترش. ما باید با اینا صحبت کنیم که دو دلیل داره. یکی این که ما به مردم بشناسونیم اینا کیه. یعنی من اینقدر بدبختم که تو میخوای اینو به من بشناسونی؟ حالا من نه به همه مردم، مردم نمیشناسن، تو اومدی اینو به مردم بشناسونی، لگم روج دوز. بعد دلیل دوم این که آقا بالاخره ما باید اتحاد بکنیم یا نه. بی پدر و مادر گیریم هم که ما با این مثلا با این مردی که اتحاد کردی، خب که چی شد؟ اصلا این کی هست که ما باشون اتحاد کنیم؟ اصلا این کیه؟ مثلا کیانوریه بگیم خرش میره تو بین 4-5 هزار توده ای؟ الان مثلا فرق سال 57ه، همین الان ما بعد گرم به سال 57 راجب کیانوری داری صحبت میکنی، تو داری راجب کسی صحبت میکنی که پشتش کاگبه هست و یه چیزی حدود 5-6 هزار تا نیروی فعاله که خودشون گفتن حزب، همون سازمان توده رو داره، تو همه جا نفوذ کرده بوده، کلامی داشت در بین توده ای ها یا احسان و طبری. تو تراجب چی حرف بزنی؟ هوشنگ امیر بیشرف که اسمال بزاز که این چه الاغیه میکروفون های مفتر اختیارشون صبح تا شب میشنن وقت به میان پرستان دارن توهین میکنن. آقا اینا یه ایده هستن، یه ادبیاتی دارن که البته خب من نمیدونم، خودشون هم به رضا پهلوی شاهزاده وصل میکنن اینا. خب البته بریم فلون شده ها، ممر و لولو برد، تموم شد این بازی ها، تموم شد، همه تون لو رفتی. اون سر سوزن هم که لو نرفته اونم من اومدم تکلیفتون روشن کردم، آب پاکی رو ریختم رو دست جامعه ایرانی، همه شون ملت ایران، همه اینا عامل هم. همه اینا در کشتار شما، در دزدی هایی که شده، در آدم کشی ها، در آدم سوزی ها، در قتل، در تجاوز، در جنایت، همشون مقصرن. همشون اینا باعث شدن، اینا باعث شدن 40 سال جمهوری اشغالگر اسلامی به گردن ما سوار بشه. اینا رفتن داریوش قوانیونا تیرش کردن، گفتن تو یه جوری نفوذی، برو زیر خاکی، برو بشو مشابه. اینا اون شهریاری که آه میکشه انداختن وسط. حالا یه سری جرثومه فساد اخلاقی و مالی دیگه رو فسن وسط. واقعا جرثومه های فساد اخلاقی و مالی که دو تا از این جونوراشون تو پاریسه. اینا هنرمندان ایرانی رو باعث شدن بشه یکی دو تاشون مثل شاهرخ که بهش میدون نمیدادن، گفتن آقا تو اگه میخوای بیا بخون آهنگای قدیمی بخون، اگه تو بخوای آهنگ مسجد بخون ما نمیذاریم تو بری روسیه. همین میرزا قاسمی، همین حمید پاانداز، اینا بودن که براتون رفتن یه مش موتور برداشتن آوردن اونم که ادای مایکل جکسون در میاد، اون یکی میگه من ادای خواننده ها رو در میارم و خودشو چاق میکنه، گنده میکنه و آدم بی تربیت بی شخصیت چیز زمینه خوش در میاره. حالا میخواد بره 4 آبان توی هامبورگ براتون چیز بذاره، کنسرت بذاره. اما متاسفانه شما هم میرید دیگه با کمال تاسف. اینا اومدن این خطو دادن تو ایران، آهنگای شیرنگ تخته ای انداختن، نذاشتن مردم گل پونه رو گوش کنن.
نذاشتن که مردم بیان آهنگای شاهرخ و ستار رو گوش کنن. کاری کردن که همه مجبور بشن شیلنگ تخته بندازن که بعد بهشون میدون بدن، که بعد بزنن کنسرت بزنن. خواننده به چی زنده است؟ خواننده شغلش اینه دیگه، کنسرت باید پول بره تو جیبش و زندگی کنه. خواننده که تو ایران تو زندگی مرفعی داشته، اون که نمیتونه بیاد تو لس آنجلس مثلا بره دکه بستن فروشی بزنه. هرچند که به قول فریدون فرخزاد، به خود من گفت، هنوز شاهداش هستن تو اون جمعی که بودیم، گفت آقا جان من حاضرم تو این آلمان برم ماشین بشورم، حاضر نیستم برم لس آنجلس کنسرت بزنم. که بچه‌ها گفتن آقا فرخزاد، فریدون خان اگه شما همین الان کنسرت بذاری، چون فریدون فرخزاد اگه کنسرت میذاشت به خدا هفته یه دونه کنسرت تو همین آلمان میتونست بذاره. جدی بهتون میگم ها، تو هر شهری تو این آلمان دو هفته تو آلمان کنسرت میتونست بذاره، یه دونه مثلا بره تو لندن، دو هفته تو آلمان بذاره، یکی بذاره تو پاریس. تمام خواننده ها با التماس میومدن، بعد خودش خواننده بود، شومن بود، سخنران بود، خودش از یه خودش یه کامل بود، یه هنرمند کامل بود. چهار تا خواننده می آورد. میدونید فریدون فرخزاد الان صاحب چه پولی میشد؟ تو لس آنجلس خونه داشت، تو آلمان خونه داشت، تو دبی داشت، تو ترکیه داشت، وضعش توپ توپ، بهترینا، بهترین ماشین، بهترینا الان داشت. روزی که فریدون فرخزاد تیکه تیکه کردن 600 700 مارک که الان میشه حدود 350 یورو، حدود 400 دلار پول قرضی تو جیبش بود. کرایه همون خونه که داشت زندگی می‌کرد، کرایه خونه که یه مدام عقب افتاده بود. میخواید باور کنید میخواید نکنید، ولی با شرف مرد، ولی با شرف مرد. این مهمه، اینا شرف رو فروختن. خمینی روزی که اومد این بود برنامه‌اش، شرف ایرانی ها رو بفروشید، کاری کنی ایرانی ها موضوعی به اسم شرف، غیرت، آبرو، حیثیت، همه اینا اصلا بشه هیچی، حرمت، حرمت ها رو شکست، پرده دری کرد. وقتی پدر رفت بچهش رو لو داد، مادر رفت دوتا بچهش رو لو داد، وقتی پسر وایساد جلو پدرش، وقتی دختر وایساد جلو مادرش، وقتی ادب از بین رفت، وقتی صداها بالا رفت، وقتی حرمت پیشکسوت رو نگرفتن، وقتی حرمت مربی رو نگرفتن، وقتی ایستادن در برابر بزرگان خودشون، سینه سپر کردن، حرفای آنچنانی زدن، حرمت شکنی به چی میگن؟ حرمت شکنی کردن. این حرمت شکنی رو آوردن ویروسش رو گشتن تو لس آنجلس، نشستن جلو دوربینا و هم حرمت شکنی کردن. این به اون فحاشی که اون به اون فحاشی که شد عادی، شد عادی، شد نرمال، شد نرمال. این فحاشی رو پخش کردن تو جامعه، کار کشید به جایی که یارو قشنگ اومد جلو دوربین تلویزیون نشست، خودتون هم میشناسینش، اومد نشست قشنگ علنا فحشای رکیک میداد، همه بیننده‌اش بودن، همه اعتراض میکردن. آقا زشته، زشته، چرا نگاه میکنی؟ مثل که الان به من میگه آقا احمدی آخه من واقعا دیگه نمیرم استادیوم. شرف داشته باش، نرو واقعا، برای من ننویس، برای من ننویس. چرا میگی برای من درد دل میکنی؟ چرا برای من درد دل میکنی؟ چرا میگی آقا احمدی تو خود هرس و جوش نخور، آقا احمدی فایده نداره، این ملت بی غیرت. چرا به ملت میگی بی غیرت؟ تو خود جزء ملتی، تو که به ملت ایران میگی بی غیرت، خود چیکار کردی برای ملت ایران که تو اینستاگرام و تلگرام برای من اینا رو مینویسی؟ من اومدم به شما میگم ملت بی غیرت، خودم چیکار کردم برای ملت ایران؟ ما همه آقا جون از خودمون باید شروع کنیم، از خودمون باید آغاز کنیم. من اول باید که فکر به حال خودم بکنم، من اول اشتباه میکنم باید بگم من معذرت میخوام، اشتباه کردم، اینو اشتباه گفتم، این کارو اشتباه کردم، این حرفو اشتباه زدم، این تاریخو اشتباه گفتم، اونجا اشتباه کردم، معذرت میخوام. یه سرمو که نمیبرن که، آدم نکشتم که، تجاوز که نکردم، اشتباه کردم. پدر سوخته ها بیاین بگید اشتباه کردیم، بیاید بشین جلو دوربینا بگید اشتباه کردیم. ما روز اول باید میافتادیم دنبال رضا پهلوی، همه جنگولک بازی نباید را مینداختیم، این بشه تلویزیون فلان، اون بشه تلویزیون فلان. خبر مرگتون همتون به فکر مدیریت تلویزیون بودین و همتون به فکر این بودین که منم بکنین. خبر مرگتون همتون جمع میشده میرفته میشه علازر، یه برنامه خود علازر شما خودتون نگیش وسط، یه چراغ سبزی بده اینو 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 این مورد تاییدتون هستن، ما در اصل این افراد یه گروهی جمع بکنیم و حسن امثال رضا احمدی ها هستن، حسن امثال اینا، ما اینا رو جمع می‌کنیم زیر دست فال خودمون، یه گروه 4-5 نفری تو همین آمریکا و اروپا تشکیل میدیم، این 4-5 نفر رو ما خودمون ترتیب میدیم، یه تلویزیون 24 ساعته میزنیم، میان مردم تشویق کنیم. میشه کار کرد، میشه. من از این شاکیم که میشه کار کرد، ولی نمی‌کنه. چرا نمی‌کنه؟ عاملا دوستن کلاشن. میشه کار کرد. چطور الان تلویزیون ایران آریایی داره کار می‌کنه؟ آقا اگه قرار نیست کار نکنه، چرا این تلویزیون داره کار می‌کنه؟ بفرمایید همین الان جلوی چشمتون شاهد بانوی به نام فریده زنگ زده 20 دلار. یه موقع هست زنگ میزنن 1000 دلار 500 دلار، امشب زنگ زدن 20 دلار. با 20 دلار امشب اومدیم نگارش داشتیم سنگه رو. میشه، پس میشه. پس بخوای میشه. خواستن توانستنه. نمیخوای. چرا نمیخوای؟ چون عاملی.
من هیچ چی دیگه به جز این نمیتونم قبول بکنم. برای منم نمیگه آقای احمدی اینطوری هم نیست. تو نمیخواد منو نصیحت کنی، تو نمیتونی منو نصیحت کنی تو دنیای مجازی، یا اونایی که به من تلفن میزنی شماها نمیتونید منو نصیحت کنید. من 33 سال جوونی بودم، 33 سال من توی منجلاب کثافت دست و پا زدم، خودم جزء این کثافت ها بودم، خودم توی مبارزه بودم. میشه بخوای بشه، میشه کار، میشه. دروغ میگه کسی میگه نمیشه. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ کسی بخواد قله اورست رو فتح بکنه فتح میکنه. مهم نیست چقدر برفه، چقدر یخه، مهم نیست اون بالا درجه حرارت زیر صفر تا چند هزار درجه است. اون کوهنوردی که بخواد اون بالا بره میره. اون لگد میخورد تو پام، میگفتی نه این 90 دقیقه رو تیم بازیکن نداشتیم، ما کسی نجوبونیم کرد. رضا باید بدوی، فشار بیار رو پا، میشو میدویدی، درد داشتی میدویدی. 90 دقیقه هم دقیقه اول که لگد رو میخورید 90 دقیقه رو میدویدی، واقعا میدویدی. ولی وقتی هم تموم شد دیگه هیچی، دیگه درد داشتی، یه هفته درد داشتی، ولی میخواستی میکردیم این کارو. میشه، میشد مبارزه کرد. هر روز من دارم بهتون میگم دست بردارید از خیانت، دست بردارید از نوکری، دست بردارید از این پدر سوخته بازی، دست بردارید. تنها امید واقعی ما علازه سیروس از آشار دومو بلوی سومه. بی شرف ها، خودتونم میدونید اینو، خودتونم میدونید، ولی نوکر پولید. پول کور کرده چشاتون، خاک بر اون سرتون کنن که یه روزی وقتی بمیری تمام این مال و اموالت میمونه اونجا، بچت میخوره، زنت همین دوست دختراتون همینه که بهم گفتن زن دکتر برنامه میشی بالاتون، همینا میرم میشم شوهر جوون میکنه، مگه یکیشون نرفته جوجه خروس فرداش برده پیش خودش؟ آره همتون دنبال پولی، پول کثافته، پول کثافتتون کرده، کورتون کرده که امروز دختر مردم به خوش آتیش بزنه واسه خاطر چی؟ واسه خاطر رفتن یه استادیوم، استادیوم فوتبال، بره بشین تو ورزشگاه فوتبال نگاه کنه. همین، تمام این گناه ها به گردنتونه. میدونم شما به هیچی اعتقاد نداری، انسانی که شرافتش رو بزنه زیر پا له بکنه، انسانی که انسانیت رو له بکنه، این واسه چه تفاوتی داره که تو ایران خوش آتیش زده بره بزنه؟ این واسه چه تفاوتی داره که الان نصف جمعیت ایران معتاد بر معتاد بشه؟ چی به فکر کی بره نمیدونم کراک بزنه بره بزنه؟ مملکت رفت بره. دروغ میگن چرا دوربینا نشسته سر کارتون گذاشتن، ادای میهن پرستر میارن، فقط پرچمه رو میزنن یه ذره علکی میان اونجا و یه حرفایی هم میزنن، فلان دکتر رو خط داریم و فلان مازه. بعد خود شماها چیزشی مشتریشی، خود شماها میدیم میشین پای مزخرفات اینا، شماها دارین تایید. یعنی در اصل، یعنی در اصل منی که دارم اینا رو همش محکوم میکنم که اینا مقصرن، در اصل مقصر اصلی ما بینندگان هستیم، ما ملت ایران مقصریم. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم حمایت میکنیم، ما داریم حمایت میکنیم، ما با دیدنمون، ما با پشتیبانیمون، ما با درود به شرف گفتناتون، شما دارید حمایتشون میکنید. شما باعث میشید که اینا بالا پر بگیرن. شما حمید پا انداز و حمید پا انداز کردید، ولی ما کی بود این چیکاره بوده خیر میکنید؟ این خانم چیکاره بوده تو اینا؟ اون پرداز بود تو کاباره میامی، همین محمود قربانی زنده است، بپرسید بده روز شهر اون شفره و بقیه خواننده‌ای که اونجا میخوندن اینا. علیرضا میرزا قاسمی چیکاره بوده این تو ایران؟ اصلا اینا چیکاره بودن؟ حالا بیان روش صاحب تلویزیون بچو براتون ادای آمریکایی رو در بیرون شو بنزنن، بعد دیگه به 5 میلیون و 10 میلیون و 20 میلیون و 500 میلیون دلار دیگه نگم پول. هر جای اروپا من 6 تا خونه آپارتمان دارن، خدا بیشترشون بده، مشکل من این نیست، خدا اینا بده 100 میلیارد بهشون بده، مشکل بسر خیانته. خیانت، تو میتونی پولدار باشی ولی حتما نباید خائن باشی. تو میتونی بهایی باشی، تو میتونی مسیحی باشی، تو میتونی یهودی باشی، میتونی مسلمان باشی، شیعه باشی، قمه بزنی، نماز بخونی، هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، هموسکسوئل باشه، هر چی میخوای میتونی باشی، حقته. ولی حقت نیست خیانت بکنی، حقت نیست به مملکت خیانت بکنی. شما داری خیانت میکنی، داری خیانت میکنی، بدنی خیانت هم شما ملت اینا متاسفانه داری با اینا همکاری میکنی، داری همکاری میکنی، همکاری که با میشی میری تو استادیوم فوتبال، تو استادیوم فوتبال میری چی رو نگاه کنی؟ چی رو نگاه کنی؟ داری زد و بند تاج و پرسپولیس رو نگاه کنی؟ به قول خودم استقلال و پرسپولیس؟ بری زد و بند پنالتی زن و پنالتی خور رو نگاه کنی؟ بری زد و بند داور و کمک داور رو نگاه کنید و نمیدونم مربی رو برید شاهد اون باشی؟ برید شاهد یک فوتبال آلوده باشی؟ خب کی مقصره؟ تو مقصری که آها احمد چیکار کنید؟ زهرم بار بکن. من 33 سال تو آلمانم، چیکار کردم من؟ صبح تا شب تو دیسکو هم، تو کابره هم، تو کنسرت هم. چقدر بلیت مجانی کنسرت بیارم بهتون نشون بدم؟ تو کدومش رفتم؟ دو سال خودتون شاهدین، یک دونه برنامه گذاشتم قطع بشه؟ خیال نکن به عشق دوربین بوده. تازه دوشنبه میام پیشتون، منت سرتون نمیذارم. من میخوام به شماها یک درسی بدم. همدیگه به لس آنجلس درس دادم، میشه مبارزه کرد، میشه سیاسی بود و میشه انسان بود، میشه بی شرف نبود.
حتما نباید سیاسی باشی بی شرف باشی. میتونی سیاسی باشی آدم باشی، شرف داشته باشی. حتما نباید پول بهت بدم ببشی چه دوربین. بی شرفا. دارم به شما جوونا میگم. میشه کار کرد. میشه، بخوای میشه. منم تک و تنها. کلفت نوکر دارم، کی بر من میبزه؟ کی بر من من نباید خونه تمیز کنم. مگه من نباید دارم خرید کنم؟ مگه من نباید خورد و خوراک بخورم؟ مگه نمیتونم ساندویچ بخورم که؟ چند سال ساندویچ بخورم؟ 33 سال بعد ساندویچ بخورم؟ برنامه ریزی کردم، کارم میکنم. ولی اومدم قول دادم بهتون، قول شرف دادم اومدم نشستم. ولی توقع هم دارم. رضا پهلوی هم توقع داره. میخوام به اینجا برسونمتون. علازم توقع داره. من ایستادم، پدرمو دادم، پدر بزرگمو دادم. شاهد پیر شدن و خرد شدن مادرم بودم. شاهد از دست دادن خواهر و برادرم بودم. شاهد بزرگ شدن فرزندانم تو غربت بودم. شاهد هزاران هزار مشکل بودم که یک در هزارشو اگه به خوابتون ببینی سکته میکنی. جواب بچه‌مون چی بدم؟ بابا چرا ما ایران نمیریم؟ برنمیگردیم ایران؟ تو ایرانی نیستی؟ من بابا بزرگ شاه نبوده. بچه‌ رو ما نمیریم ایران. جواب این بچه چی؟ من چجوری با اون بچه بیام تفهیم بکنم مثلا شورش 57 و هزاران مشکل. هزاران مشکلی که به مخ من و تو نمیاد. که این مرد چی چشید؟ ایستاده. هنوز میگه ملت بزرگ ایران. هنوز میگه ملت شریف ایران. هنوز داره ملت ایران به عنوان ملت بزرگ و شریف نام میبره. هنوز میگه مقاومت مدنی. هنوز داره پاسخ شماها رو داره میده توی توییتر. هنوز ایستاده. توقع هم داره. توقع چیه؟ برفاش گوش کنی. راهشو ببینی. اینا شسیم گوش کردیم، زب کردیم، پخش کردیم، گوش کردیم، زب کردیم، پخش کردیم. همین جوری کار بود. بحث شاهزاده. شاهزادهمون چه قشنگ گفت. شاهزادهمون خیلی باحال گفت. این دفعه شاهزاده یه خیلی باحال تر گفت. گفت که چی شد؟ که چی شد؟ بازه کار چی بوده؟ هیچی. چه پاسخی به علاسه دادی؟ هیچی. فقط زب کردیم، پخش کردیم. تموم شد. آها رضا کار دیگه نسون برنامه چرا؟ آها همین دارم بهت میگم. آفرین. ببین من قشنگ تو ذهن شما ها میبینی چه قشنگ سوالو مطرح میکنم جوابتون رو میدم، چون همینا دقیقا میدونم تو ذهن خیلی از شما ها دارین سوال پیش میاد. آقا رضا چیکار کنم؟ شما همش دارین ما رو محکوم میکنی. همه ما محکومی، همه ما محکومی. ای کاش که میشد من یه جوری با همه شما میتونستم گفتگو کنم، یه گفتگوی رو در رو با هر کدومتون یک دقیقه یک دقیقه یک دقیقه صحبت میکردم. که خیال نکنم من یه طرفه به قاضی میرم. من از جنس شما ها. منم نشستم و گوش کردم حرف کسایی که اومده اینطوری نشستن صحبت کردن. خیلی ها، خیلی از میان پرستان واقعی، واقعا میان پرستان باشه. مثل رضا فاضلی یه نمونهش، استاد عزیز، که من خودم شده بودم آقای فاضلی دیگه اینطوری هم نیست، شما خیلی داری محکوم میکنی. الان میفهمم اون مرد بزرگ چی میگه. نه که در جایگاه ایشون باشه، سنم بالا رفته، تجربه بالا رفته. من میدونم تو ذهن خالی جوان، چون جوان ذهنش خالی است، یه قسمتی از ذهن انسان هنوز خالیه، پر نشده از کثافت، از دروغ، از تزویر و ریا، از نیرنگ، از پدرس. ذهن پاکی داره جوان، آماده همه چی. چرا میگن تا جوانی درس بخون زبون بخون؟ سنی که میره بالا دیگه کشش نداری، چون ذهن دیگه پر شده، پر از آشغال شده. مثل کامپیوتر نوعی که میخری بعد دو سال میبینی چرا یواش شده دیگه، پر از آشغال شده تو اون کامپیوتر. بعد از اول بری پاکش کنی، دوباره درستش کنی، ولی ذهن انسان دیگه نمیتونه از اول پاکش کنی درستش کنی. این دیگه کامپیوتر نیست، یا آهن نیست. این آرشیو مغز شما هنوز خالیه. برای همینه که من توی هر برنامه میخوام تمام اون چیزی که تو وجودم همه رو بکنم تو مغزتون. میدونم خیلی سنگینه، ولی چاره ای نیست، چاره ای نیست. بلکه بتونم یک سری یه بخشی از جامعه ایرانی رو به این نتیجه برسونم که عزیزان من، بچه‌ها همدیگر رو دریابید، همدیگر رو پیدا کنید، گروه‌های 5 نفره 10 نفره با هم تشکیل بدید. میشه، میشود، میشود. بهترین بهانه است، سحر بهترین بهانه است. تا هنوز خونش داغه، نشده به سن ندا، فریاد بزنید برید. میخواد برید استادیوم، برید. من اصلا میگم تحریم هم نکنید استادیوم، برید استادیوم، برید. ولی واقعا تموم کنید تو همون استادیوم با فریاد سحر یادت گرامی، برسوننش به جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، و برسین تو خیابونا و تموم کنید. ببینید هنگ کنگی ها رو، نترسید از پاسدارا، نترسید از بسیجی ها، نترسید از لباس شخصی ها، هیچی نیستن. خدا شاهده، خدا شاهده، برای من پیام میاد هر روز آقای احمدی به خدا ما خودمون از این رژیم ناراحتیم، بسیجی کارت داده وایس، نه برای من ویدیو داره میفرسته، یعنی دیگه نمیتونه دروغ بگه، خونش داره نشون میده. آقای احمدی امثال ما خیلی زیادیم، به خدا ما منتظر ملتیم. مردم تموم کنید، خیال نکنید بسیجی و پاسدارا همشون با رژیم هم. اینا مفتادن تو این دام، شما اونا رو هم نجات بدید، اونا هم میهن ما هستن. نه آقای احمدی، اینا هم میهن ما نیست، همه رو باید بکشیم. نریم تو این بازی ها، ما نمیتونیم بریم 400 500 هزار تا انسان اعدام بکنیم. ما نمیریم برای آدم کشی،
ما نمیخوام بریم نسل کشی، ما نمیخوام بریم بده آدم کشی، ما آدم کشیم. هنر در اونه که آدم بد رو به خوب تبدیل کنیم، هنر در اون نیست که آدم رو اعدام بکنیم. اون نفر ما بده، ما باید خوبش کنیم، اصلا یه انسان خوب بسازیم، به راه راست بیاریمش. من به اینا که دارم اعتراض میکنم، من خواهی که من میخواهم امروز چاقو بارم سر این لگن فروش دوست و مسئول قومی رو ببونم، نه دارم بهشون میگم آدم بشی، برگردید به سمت ملت ایران، برگردید به سوی میان پرستان، مسئول قومی بی شرف بی شعور، برگرد به سمت ملت ایران. بس دیگه سیخه شدن، بس دیگه نوکر آخون شدن، بس دیگه نوکر اطلاعات شدن، بس دیگه بمثال این عرازل او باش. تکون بخورید ملت، تکون بخورید، کارو تموم کنید، کارو تموم کنید. سرکار بانو خواهش میکنم از حضورتون اگر امکان داره شماره 12 یا 13 عضو میخوام، چون میدونم شماره ها عوض شده، 12 یا 13 و مسجده رو یه بار نشون بدید. تمنا میکنم از حضورتون. مسجده به این بزرگی سالار 3 شیفت 6-7 نفر فقط از دستشویش مراقبت میکنن، میکاون حقوق میگیرن که مراقب دستشویش باشن. یه بارم این دستشویی وانه میکنن به روی ملت. 24 ساعت هم این مسجد بسته است، یه کارتون خوابو نمیزنن واردش پیش شب بکنه، همیشه بسته است، موقع از اونم بسته است. میدونم پارک پلیس منطقه 4. خب همیانان عزیز، خانم و آقایون، ملاحظه فرمودی؟ مسجد دیدی؟ این اون بخشی از جامعه است که متوجه شده است که این قصه مردم فرید دروغه. آفرین، اینجا ما یک قدم بزرگ جلو رفتیم. به شرافت بشری سوگند مسئله اسلام ستیزی نیست. ببینید همیانان عزیز، بچه ها جوان رو گوش کنید، این نکته خواهش من گوش کنید. میهن، جایی که ما در اون به دنیا میاییم، مهم نیست کجاست. الان فرض کنید بنده در امریکا به دنیا اگر این میهن رو دوست نداشته باشید، مادر پدرتون رو دوست ندارید، همسرتون رو دوست ندارید، بچه‌تون رو دوست ندارید، راحتتون کنم، خودتونم دوست ندارید. میهن بالاتر از همه چیز، یک بار دیگه تکرار میکنم، میهن بالاتر از همه چی هست. این رو مولای متقیانشان هم گفته، میهن بالاتر از همه چیز. وقتی شما میهنتون نداشته باشی، دینتم نداری، هیچی نداری. من در غربت هستم، من نه الان دین دارم، نه خونه دارم، نه زندگی دارم، هیچی ندارم. من غریبم، تو غربتم. تویی هم که تو ایرانی غریبی، کشور اشغال شده، به دینت، به همون دینی که من بهش معترضم و تو بهش معتقدی، به همون دین تجاوز شده، به آیین تجاوز شده. اینا حتی طبق قوانین دروغینی که خودشون گفتن در مورد اسلام، در مورد رعوف بودن، در مورد مهربان بودن، آیاتی که خودشون برامون خوندن، دیدید که دوشنبه براتون پخش کردم، یارو مردی که خودش مجتهد بوده که بچه بمون آقا اینم کشتنش. خب به همون دینی که داری بی احترامی شده. آخه این مراسم تاسوع عاشورا بود براتون. بانو خواهش میکنم ازت اون عکس شمره رو نشون بدی که سوار ماشینه. ببینی امسال دیدی چه مسخره بازی براتون تو تاسوع عاشورا راه انداختم، پارسال هم که بهتون نشون دادم، ضرب و آواز و بشکن و بالا بزن، آهنگ هللیو هللیو سر دارن میخونن، بندریم دارن براتون میخونن، مسخره تون کردن. نگاه کن، شمر با ماشین برداشتن آوردن سر حسین ببوره، شمر وانت سوار نیده بودی، اینطوری مسخرتون کردن. مرسی بانو، اینطوری مسخرتون کردن، اینطوری سر چوبتون کردن، اینطوری اومدن سوارتون شدن، به شعورتون، به
به دینتون، به نمازتون، به روزتون کاری کردن. شماها برید مکه، آقا ما در زمان شاهنشاه آریامهر مگه مردم به ما در وضوی خود من به در وضوی خود من به مکه نرفت؟ به شرافت بشری سوگن این زن فقط با خودش مهر و نماز آورد، مهر و چیه یارو، مهر و تسبیح و جانماز، این چیزا که مال نماز میخونن اینا، نه ضبط آورد، نه ویدیو آورد، نه اصلا جنس با خودش نبود، اصلا میگفت اصلا حروم اگه نرفته تجارت یا رفته زیارت. به قول عباس قلدر که میگه پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت، یه دختر خوشگلی با محبت دیدیم، این که نرفته اونجا که دختره رو ببینه، که این رفته خانه خدا رو ببینه. حالا خودتون نگاه کن، حاجیه که دارن میرن اونجا، دارن میرن معامله میکنن، رفتن اونجا دارن ضبط میارن با خودشون، کامپیوتر میارن، لپتاپ میارن، اینا مسخرهتون کردن، دینتون هم به مسخره گرفتن، اینا سر خدا هم کنه گذاشتن این بیشرف، و معلوم نیست اینا چه فرقه ای هن. معلوم نیست اینا چه بیشرف. آقا نگاه کن یارو مداحه رفته بالای سن داره چیکار میکنه، میگه میزنم ها، میکشم ها، ببین من امشب اومدم بزنم ها. ما کجا بابا، من هیئت رفتم، سینه زدم، تو هیئت ها بودم، تاسوها بودم، عاشورا بودم، قیمه خوردم با بچه محلامو، که این اصلا یه حرفا بود؟ اصلا یه مراسم، واقعا یه مراسم قشنگی بود، یه مراسم بود که تو میدونی مراسم عزاداریه و یه یاروی رو کشتن و جریان اینه. حالا قشنگیشو بهتون میگم، یعنی اون حالت مذهبیشو بهتون میگم، مذهبی برگزار میشد واقعا. چی میره اون بالا میگه میزنم ها، میکشم ها، بعد آهنگ زندگیات هایده و مسیر دارم میخونم، آهنگ شهرام شفره رو دارم میخونم، مسخرتون کردن. بنابراین انسانی که میهن پرست نباشد، به دینش تجاوز شده، به کشورش تجاوز شده، به ناموسش تجاوز شده. من تمام هدفم، چرا اسم برنامه رو گذاشتم میهن پرستان، نه این دو سال، سالیان سال من هر جا صحبت میکنم اسم برنامه میهن پرستانه، تو رادیو بوده، تو دنیای مجازی بوده، هر جا بوده، به خاطر اینکه ما اساس میهن پرستی رو باید یاد بگیریم. هر کدام از ما ایرانیان، زن و مرد، کوچیک و بزرگ، پیر و جوان، تهرونی و شهرستانی، کرد و بلوچ، فرقی نمیکنه، مسلمان و غیر مسلمان، هر کدوم از ما معنای میهن پرستی را یاد بگیریم که چرا ما باید میهنمون رو دوست داشته باشیم. مثل مشقی که بود کلاس پنجم می نوشتیم، چرا ایران را باید دوست داشته باشیم. وقتی ما اینو یاد گرفتیم، بعد میدونیم که کی خادمه، کی خائنه، بعد متوجه میشیم که وظیفمون چیه. میهن پرست وظیفه‌شو میدونه. چرا بهتون میگم تو بازی اعلیحضرت ندیم؟ چرا میگم کاری با کار اعلیحضرت نداشته باشیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه اعلیحضرت دارن وظیفه‌شون انجام میدن، راهشون رو میرن، ایشون دارن کارشون رو میکنن، متو نمیجار جنجال را بندازه. من سرباز وقتی وظیفه خودم رو به عنوان میهن پرست بدونم، بعد یابو برام نمیداره بیام جلو دوربین بشینم بگم من فرماندهم، یابو برام نمیداره بیام جلو دوربین بشینم بگم من دیگه با شاهزاده کاری ندارم، من راهمو از شاهزاده جدا کردم، یابو برام نمیداره بیام اینجا به اسم مستعار بشینم تلویزیون رو بذارم سر کار، ملت رو بذارم سر کار، یابو برام نمیداره برم تو دنیای مجازی چهار تا آیدی لواشک 13 و قره قرود 14 و یه لب بده بیا بالا و نمیخواد یه لب نده بیا بالا و اینا آیدی هم دیگه، اسم و رسمی نیستن که. اینا بیان بهت بگن درود به شرفت، ای سرباز، ای قهرمان، ای قهرمان خوش، تو هم باورت بشه که راستاسی خبریه، یابو برات داره بگی من فرماندم، بگی من مشاورم. چرا؟ چون معنای میهن پرستی رو نمیدونه، در حالی که عادت آدم میهن پرستم در میاره. ای آقا فقط تو میهن پرستی؟ نه، صحبت بر سر این نیست که من میهن پرستم، صحبت بر سر پذیرش، قبول این نکته است که این نکته رو قبول بکنیم، بپذیریم میهن پرستی رو. صحبت بر سر دانستن و فهم و شعور من نیست، من از همتون نفهمتر، همه شما فهمیده من نفهم، همه شما با شعور من بیشعور، اصلا همه شما قهرمان من بدبخت. موضوع بر سر اینکه جایگاهامون رو بدونیم. اون کسی که میگه من میهن پرستم، جایگاه خودش رو بدونه. وقتی شما به عنوان میهن پرست جایگاه خودت رو دونستی، بعد میدونی اعلیحضرت وظیفت در قبال اعلیحضرت چیست، بعد میدونی که باید در کجا قرار بگیری که به اعلیحضرت ضربه نزنی، کجا قرار بگیری که اعلیحضرت ضربه نخوره، کجا قرار بگیری که به اعلیحضرت ضربه نزنند، کجا قرار بگیری که اعلیحضرت رو محافظت بکنی. به عنوان سرباز جاتو میدونی، مثل اینکه یه نفر دروازه‌بان باشه، بعد ول کنه بگه آقا ناصر اجازه کجا داری میری؟ میگه من رو گل بزنم. آقا ناصر خان قربونت برم، شما دروازه‌بان؟ میگه نه من عشقم کشه برم گل بزنم. هر کی جایگاه خودشو داره. چرا به ناصر اجازه زنده بودن دروازه‌بان؟ چرا به همایون بزنید گل نوک حمله؟
خب هر کی با سر جای خودش باشه، ما یه دفعه هممون با هم میشیم هافبک وسط، یهو هممون با هم میشیم گلر، هممون با هم یهو میشیم مربی، بعد یهو هممون با هم میشیم منیجر. جاهامون رو قاطی کردیم، بلد نیستیم. چرا بلد نیستیم؟ سر همون حرفی که بهتون زدم، معنای میهن پرستی رو نمیدونیم، جایگاه های خودمون رو بلد نیستیم، نمیدونیم کجا ایستادیم. بعد خودمون رو میاریم در حد رضا پهلوی، میخوایم خودمون رو همقدر رضا پهلوی بکنیم. حالا اگه فرض کنیم مثلا میگم علازت 1.90 باشه، معلوم مثلا 1.98 باشه، بگم که خب معلوم 1.98 هم دیگه، بعد قدم رضا پهلوی بلندتره. مثلا متوجه شدین چی میخوام حضورتون عرض کنم؟ ما باید خودمون رو در حد ایشون ندیدیم، باید بدونیم جایگاه علازت کجاست، باید بدونیم ایشون تو چه جایگاهی قرار گرفته و در چه موقعیتی هستن. وقتی که شما معنای میهن پرستی رو بدونی، هم جایگاه علازت رو متوجه میشید، هم موقعیت علازت رو متوجه میشید، هم شرایط علازت رو متوجه میشید و در کنارش موقعیت خودت، شرایط خودت، وضعیت خودت. بعد به اندازه توانایی‌ها، به اندازه هیکلت، به اندازه سوادت، به اندازه شعورت، به اندازه عقلت، به اندازه منطقت، به اندازه آنچه که داری، چون هر آدم یه ظرفیتایی داره دیگه، به اندازه ظرفیت حرکت می‌کنی. پاتو به قول خودمون ایرانی‌ها از گلیم دراستر نمی‌کنی، بیش از اندازت حرف نمی‌زنی، بیش از توانت نمی‌ای ادعا بکنی. چرا؟ چون یه جا به کار گندت می‌زنه بالا، کار گندت هم که بزنه بالا، چهار تا بچه میان پرس می گریبانت می‌گیره، بعد شاکی می‌شی. آقا یعنی نداره خراب کردی بالام جان، خراب کردی، هر جان خراب کردی استوب کن. چهار نفر آدم دلسوز الان مثل من دلسوزانه دارم بهتون میگم، متاسفم نمیتونم اسمتون رو بیارم، ولی میدونید که دارم راجع به کیا میگم. عزیزان مبارزین، شما همتونم مبارز، همتونم انسانهای فرهیخته، همه تونم با سواد، راهتون اشتباهه. من برادرانه بهتون میگم، وگرنه نه تو میای لقمه نون منو بخوری، نه من لقمه نون تو رو. هر آدمی روزیشو خدا گذاشته تو سفره، هیچکس روزی منو نمیتونه بخوره، منم روزی هیچکس نمیتونم بخورم، من حق هیچکس نمیتونم بخورم. من خیلی زرنگ باشم، فقط بتونم حق خودمو نگه دارم. ملاحظه فرمودی؟ من دارم برادر، مثل یک برادر کوچیک، همه شما بزرگ من، من مثل یک برادر کوچیک دارم بهتون میگم، جمع بشیم به دور هم دیگه، دست در دست هم بزنیم، هر کدوم میتونم 5 نفر، 10 نفر، 500 نفر، 1000 نفر، هر چی، هر عددی که تو دوست داری، 5 میلیون نفر آدم دور و برتون هست، رفیق داری تو دنیای مجازی این ور اون ور، بالاخره یه تایمی گذاشتی، یه زمانی گذاشتی، مبارزه کردی، تو تلویزیون بودی، تو رادیو بودی، حالا رفتی تو دنیای مجازی، هر تو جمع بشیم به دور هم دیگه، من هم در خدمتتون هستم به عنوان یک سرباز، دست به دست هم بدیم کشور رو نجات بدیم به شرافت بشری، هر چی پست و مقام مال شما. من فقط میخوام برم سر خاک پدر و مادرم و سلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله که من دروغ بگم، پست و مقام ان شاء الله تک به تکتون بشین نماینده مجلس، از تو مرسدس بنزا درو براتون بکنم ببین بیرون. من اصلا خوشم نمیاد، مثلا تو این باغا نیستم، تو این کارا نیستم، من میخوام آدم آزادی باشم. پست و مقام مال شما، ما باید فقط علازت برگردیم ایران، کشور برگردیم به دوران پهلوی اسم، همین و بس. یه سری همیانان عزیز کمک کردن، وقت منم داره تموم میشه، از سرکار بانو سارا خواهش میکنم که یک ترانه هستش آخر با عنوان حسن ختام خواستم بذارم، اون ترانه باید اسمی رو بنویسم، اونم با هم نگاه میکنیم، اینو پخش میکنم، تقدیم میکنم، نه موضوع فقط سحر باشه، تقدیمش میکنم به همه سحرها، تقدیمش میکنم به بانوان ایرانی. حالا این عکس سحره، عکس سحر نیست، آقا رضا این خودش نیست، من با ایناش کاری ندارم، منو تو این بازیا نکنید، هدف من چیز دیگری است. سحر خودکشی کرده نکرده، آقا دروغ میگه، خودسوزی کرده نکرده، کار جمهوری اسلامی، میخوام ماسمالی کنم، میخوام نمیدونم بگم من نفر 16 ام نیستم، من وارد این بازی ها نمیشم. ترانه ای زیبا که این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه بانوان عزیز ایرانی، چه آنهایی که در شکنجهگاه های خمینی به طرد رسیدن، مورد تجاوز قرار گرفتن، اسید رسوداشون پاشیده شد، اعدامشون کردن، شلاقشون زدن، سنگسارشون کردن، بلاهایی که بر سر بانوان ایران اومده. این تنها کاری بود که من از دستم برمیاد با صدای گرم و دلنشین شاهرخ تقدیم شما عزیزان بکنم، برگردم اسامی رو بخونم و از حضورتون مرخص بشم که جمهوری بیم در خدمتتون باشیم. سرکار بانو تمنا میکنم از حضورتون. گلم گفتم دیگه روی گل ماتو نبوشم، سپه سالار تا قرمه ابروتو نبوشم، تو سری یا به زور موسری، به زور تو سری یا رو سری موتو نپوشم، نترس از ترس شلاق چی تو تلوان
داشتن نجابت نیست، لکک داشتن نجابت نیست، به برپرد کن پلاشون یه بیاب روشون. اگر گفتم چطور من داستنت گفتم میدارشی میدارشی از پای جادو جنبل روز مومن بر تو پاشی تو پاشی پاشی. اگر مادر سزاش اینه که بدبخت داره میبینه به جرم موی سر باید گرفت پشتش که بیدینه رو پیشونیش که حق خورده به موهاش داغ نگ خورده تا وقتی جاهلیت هست سرش سنگ سار سنگ خورده سرش سنگ سار سنگ خورده. با سپاس از شما سرکار بانو سارای گرامی، وقت برنامه مقداری زیاد شد با پوزش. من اسامی رو سریع بخونم: فریده 20 دلار، نلسون از شیکاگو 30 دلار، پوراندخت همرزم ما از هلند 100 دلار، وین که فرمودن به خاطر سحر 50 دلار، فاطمه از نروژ 200 کرون، سپیدون رویای عزیز از ایتالیا 15 دلار، الی از لندن که گفتن من هم یک سحر هستم 50 دلار، دکتر پرویز 30 دلار. سپاس از همه شما عزیزان، خانم ها آقایون، بی‌نهایت سپاسگزارم. تا جمعه که در خدمتون خواهیم بود. پاینده ایران، جاوید شاه. کدوم شاه؟ رضا شاه دوم، پهلوی سوم. ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم علی شیره‌ای. تا جمعه. سپاسگزارم از بانو سارا و همه شما خانم آقایون.